بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظار شما باشه. امروز 11 فروردین سال 1402 و برابر است با 31 ماه مارچ 2023. اولین خبر و مهمترین خبر در کشور آمریکا که من درش زندگی میکنم، به اصطلاح حکم دادگاه نیویورک به گناهکار بودن ترامپ رئیس جمهور اسبق آمریکاست. و همون جوری که من بارها گفته بودم، آل کاپون رو هیچ جوری نتونستن بگیرن، فقط از لحاظ مالی و مالیات و اینها تونستن یقش رو بگیرن، بالاخره ترامپ هم از لحاظ مالی، تخلفات مالی به اصطلاح گیر افتاد. حالا قرار سه‌شنبه، باز من نمیدونم چرا همه چیزا تو آمریکا سه‌شنبه است. البته یه بار راجبش خوندم، دلیلش اینه که یه‌شنبه‌ها به خاطر چرچ، به خاطر کلیسا نزدیکش نمیرن، دوشنبه ها میگن مردمی که رفتن کلیسا حالا امروز خسته هستن نمیتونن بیان. بیشتر چیزا، حتی انتخابات و اینها، روز سه‌شنبه است. در صورت قرار است که سه‌شنبه هفته آینده دادگاه بگه که این آقا باید خودش رو چجوری و کجا تحویل بده. صحبت های زیادی هست که اگر قرار باشه خودش رو تحویل بده به دادگاه نیویورک، آیا میاد یا نمیاد. اگر نیاد خیلی داستان جالب میشه. اون وقت فرماندار فلوریدا که یکی از یاران غار ایشان بود، ولی الان به خاطری که اونم میخواد رئیس جمهور بشه یه مقداری میانشون با هم دیگه به هم خورده، اون باید نامه ای رو امضا کنه که ترامپ رو به اصطلاح استرداد کنن، بفرستن اونجا. حالا صحبت هست که آیا این کار رو میکنه و ممکنه به خودش ضرر بزنه در انتخابات یا نمیکنه. چون میدونید زندگی این سیاستمدارا، حتی یه لیوان آب که میخوان بخورن فکر میکنن که در فردای سیاستشون و در آینده سیاستشون چه نقشی رو اجرا خواهد کرد. این برنامه چون از قبل به اصطلاح من فکر کردم شنبه 13 و من یک شنبه برنامه میذارم، بعد متوجه شدم که یک شنبه 13 به در هست و هم خودم نیستم اینجا، هم خیلی از شماها نیستید. فکر کردم که امروز بهترین فرصته که ساعتی با شما باشم، مخصوصا با این خبری که برای من خیلی خوش بود. ممکنه به مزاق اون ساده لوهایی که فکر میکردن ترامپ، عالی جناب ترامپ میاد نجاتشون میده، این خبر بد باشه، ولی دیدیم که مردم آمریکا هم به این نتیجه رسیدن که این جز دروغ و شیادی چیزی نداشت و نیومدن ازش در روزایی که دادگاه داشت و اینها به اصطلاح دفاع کنن. دوستان عزیز، اگر این برنامه رو میبینید به دوستان خودتون هم خبر بدید. اگر برنامه رو به صورت زنده تماشا میکنید که فبه ها چه بهتر، اگر به صورت بازپخش و نیمه جان و چی میگن ریران تماشا میکنید، یا از طریق یوتیوب بعدا تماشا میکنید، حتما همین الان لایک رو بزنید، سابسکرایب بشید که برنامه های بعدی وقتی ما شروع میکنیم به شما خبر بده. اینجا هم اجازه بدین که خود من این برنامه رو از روی این صفحه به پیج بفرستم. پیج ما هست مردم تیوی و نمیدونم جدیده ها چه بهتر. خب، اگر به صورتش اجازه بفرستم پیج ما هست مردم تیوی. این خوبه، آزمایش خوبی هم هست، نشون میده که داره کار میکنه. صداشو ببندم و بریم سراغ کار و زندگی. برای خودمونم یه علامت دوست داشتنی بفرستیم. این پایین تصویر توی فیسبوک شما میتونید علامت لایک
علامت قلب، علامت قلبی که بغلش کردیم و علامت دیگر رو بفرستید. بی تفاوت نباشید. چون من امروز به اصطلاح قول دادم به دو سه نفر که درباره برنامه داشتن در تلویزیون مردم صحبت میکنم برای بار هزارم، این کار رو انجام میدم. و ببینید دوستان، این خیلی ساده است. اگر شما میرید یه مغازه نونوایی روز اول یه نونی درست کرده برای معرفیش به شما، یه تیکه نون حتی با یه چای مجانی میده، شما نباید انتظار داشته باشید هر روز برید اونجا سه تا نون سنگک و دو تا بربری و یه قوری چای مجانی بهتون بده. تلویزیون مردم از سال 2003 شروع کرد، خب تا 2006 مثل قبل مهمون ها رو دعوت میکرد، اینو اونو دعوت میکرد. بعد من به این نتیجه رسیدم ما که نه به جای آویزون هستیم، نه از کسی پول میگیریم، نه قدرت اینو داریم که بریم دنبال تبلیغ گرفتن، و اصلا تبلیغ در تلویزیون های ایرانی کار نمیکنه. اوکی، گفتیم بابا هر کسی میخواد اینجا حرف بزنه، امیدواریم انقدر فهم و شعور داشته باشه که بفهمه هیچ چیزی در زندگی مجانی نیست و برای هر چیزی باید هزینه پرداخت کنه. حالا به دلیل اینکه وسایل سوشال میدیا، رسانه‌های اجتماعی زیاد شده، امکانات زیاد شده، اولین سوال در مغز شما اینه که من چرا به این پول بدم؟ خودم میتونم اینو بردارم، تلفن رو بیارم بزنم روی فیسبوک، همین کاری که سوربی انجام میده من انجام بدم. خودم میتونم اینو بردارم بیارم بزنم روی یوتیوب، همین کاری رو که سوربی انجام میده خودم انجام بدم. فکر کنم یوتیوب میزنید اینجا این پایین مینویسه گو لایو، ببینید من یه بار بهتون نشون بدم اگر کاملا پیدا باشه. وقتی میزنید صفحه یوتیوبتون میاد این پایین که چند تا آیکون هست، یکیش نوشته به علاوه، اون به علاوه که وسط هست میزنید، بعد چند تا برنامه میاد مینسه گو لایو. الان من اگر گو لایو رو بزنم بدون هیچ تنظیمی، بدون هیچ مکافاتی، برنامه میره روی ایر و به این صورته. تایتل اند آدینس آر ریکوایرد، میگه بنویس که اسم و اینا چیه، میگیم باشه، بعد میزنیم دوباره نیکست تایتل اند اوکی، همون اسمشو می‌نویسید، اسم برنامه چیه و برای چه کسایی هست، برای بچه ها هست نیست فلان، خیلی ساده شروع میکنید برنامه اجرا میشه به همین سادگی. خب ولی از خودتون سوال کنید، تفاوت شمایی که امروز شروع میکنین و 20 تا دوست دارین با تلویزیون مردم که 15,000 تا فالوور روی صفحه پیجش داره، 5,000 تا دوست روی صفحه شخصیش داره، بیش از 3,000 تا روی ایمیلش داره، بیش از نزدیک به 3,000 تا روی یوتیوبش داره چیه؟ درست مثل اینه که شما بری توی بیابون یه کپر بزنی، چلو کبابی باز کنی، یا اینکه بری یه پولی بدی یه کسی که چلو کبابی داره اونجا ازش بخری چلو کباب. من نمیدونم دیگه چجوری تعریف کنم. حالا ما اینجا باز هنوزم گفتیم یه شانسی بدیم به اونایی که میخوان تازه شروع کنن. بذارید براتون مثال بزنم. مثلا این دوست ما از ایران تازه اومده، بذارید من بهش بگم که نمیدونم این فارسی نوشتن منم یک کمی مشکل داره. خب این از این، من ببینم که اینجا چی میگه. اوکی، خب اینجا نشون میده 4 نفر دارن تماشا میکنن. از این 4 نفر خواهش میکنیم به اونای دیگه هم بگن، به دوستانشون هم بگن تا بیشتر و بیشتر بشه. ببینید من براتون بخونم نوشته های این دوستمون رو. اولا پرسیدن شما اسکایپ هم داری؟ آقا ما هر چیزی که شما فکرشو کنی داری، ولی اگه قرار باشه با اسکایپ با شما صحبت کنم، با فیسبوک با اون صحبت کنم، با فیس تایم با اون صحبت کنم، با نمیدونم گوگل میت با اون صحبت کنم، خب این زندگی من همش میشه صحبت با این و اون،
و کی برم کار کنم، کی زندگی کنم. اگر توجه کرده باشید من الان اینجا یه عکسی بهتون نشون میدم، اینو یکی از دوستان برای ما درست کرد، فکر کنم آقای مجید صادقی بود که نوشته بود تماس بدون یه چیزی قبلی هم نمیدونم چیزی ممنوع. بذار ببینم میتونم پیداش کنم یا توی لایو. خلاصه اینو برای دوستمون فرستادیم، حالا پیدا مهم نیست. تماس بدون قرار قبلی ممنوع. یعنی آقا شما اگه خونه عمتم میخوای بری زنگ میزنی عمه جان تو این محل بودم گفتم بیام یه چایی بخورم، بعد عمت میگه نه امروز نیا من خونه نیستم، پس باید قرار قبلی بذاری. صحبت از چایی شد، میگه اگه رفتید یه جایی چایی آوردن جلوتون نگید نمیخورم، ممکنه این چایی و قند تنها چیزی باشه که در امکان اونها بوده برای شما تهیه کنن. چایی رو حتی اگه شده نصفشو بخورین تشکر کنین تا اونها هم خوشحال باشن. خب بذارید من بیام اینجا این دوستمون رو پیدا کنم، از روش بخونم برای شما که توی فیسبوک بود آقای کریمی عزیز و بعد بعضی از این دوستان هم فراموش میکنن. ما قبلا هم با هم صحبت کردیم و به شما گفتم خب شما بگید من چه کار میتونم براتون انجام بدم. یکی از مشکلات ما ایرانی ها اینه که میگیم ما یه خواهشی ازت داریم انجام میدی، بدونی که طرف بدونه ما ازش میخوایم که خواهش ما رو انجام بده. اونم میگه خب شما چی میخوای بگو تا من ببینم میتونم یا نمیتونم. یه لحظه اجازه بدید من اینجا اینم شیر کنم با گروپ، شیر تو گروپ شیرازی های باحال، برید صفحشون رو ببینید. خب حالا من دارم دنبال نوشته این دوستمون میگردم که باید تو صفحه شخصی من باشه فکر میکنم و اسمشونم آقای کریمی هست. با هم بله پیدا شد بالاخره. گر صبر کنی زغوره حلوا سازم و دستپاونو جمع میکنیم. ایشون در آلمان هستن، گویا 7 ماه هست که توانستم از ایران خارج شوم. خدا رو شکر که یه نفر به میل خودش از ایران خارج شده، مثل دیگران تبعید نشده از ایران به آلمان. خب ایشون نوشته که متاسفانه اپوزیسیون و بسیاری از اقشار جامعه ما از حقوق بشر اطلاع ندارند و برخی از اپوزیسیون نیز دانسته میخواهند آن را تضعیف نمایند. از سوی دیگر آنچه در جامعه خارج از کشور مشاهده نمودم، تریونهای ایرانی یا تریبونهای ایرانی تمایل ندارند افراد غیر وابسته به تشکلات خودشان و یا همفکرهای خودشان و افرادی که به برنامه ها و افکارشان بپردازند. شما به اینترنشنال بنگرید یا تلویزیون هایی که برخی از اپوزیسیون افراطی آنها را ترتیب و تأسیس نمودن، با نظر داشتن و کمی مشاهده می توانید افرادی بی‌طرف و در واقع غیر وابسته را در این تریبون ها نمی توانید. تعجب کردم. اگر بعد ایشون نشته اگر هم برای شما مشکلی و یا مسئله ساز است هیچ اشکالی ندارد، موفق باشید. من قبلا هم به این دوستمون گفتم در تلویزیون مردم هیچ خط قرمزی نداریم، ولی تلویزیون مردم چند قسمت کار هست. یکی شما زنگ میزنی 3 دقیقه پیام میذاری، من این پیام رو گوش میدم. گوش کنید، پیام گذاشتن شما معنیش این نیست که من پیام رو پخش میکنم، من این پیام رو گوش میدم. اگر به نفع من بود، اگر به سود برنامه های من بود پخشش میکنم. با پخش کردن این شاید یه عده مغزشون قلقلک بشه، تلنگر بخوره، با شما تماس بگیرن. پس بهتره وقتی که تماس میگیرید پیام میذارید، اسمتون، اسم فامیلتون توی فیسبوک، شماره
به اصطلاح تماستون، دیدم ایشون لطف کرده شماره تماس آلمان هم گذاشته، ولی من همینجوری نمیام بشینم به این تماس بگیرم، به اون تماس بگیرم، به اون تماس بگیرم. این یه رقمه که مجانیه، شما زنگ میزنی 3 دقیقه پیام میذاری صحبت میکن. دومیش اینه که شما ویدیو میسازی مجانی روی یوتیوب و فیسبوک برای خودت پخش میکنی. سومیش اینه که ویدیو میسازی برای ما ارسال میکنی، برای من تلویزیون مردم ارسال میکنی، ما 25 دلار هزینه میگیریم اینو روی یوتیوب، روی فیسبوک، روی بالاترین برای شما پست میکنیم یا نصب میکنیم. پس شد چقدر؟ 25 دلار. حالا یه وقته که میگی نه آقا من نمیخوام ضبط کنم، میخوام من فقط راحت بیام از طریق اسکایپ با شما صحبت کنم، بذارید من یه زنگ کوتاه به این آقا بزنم، بهش بگم آقا شما از طریق چیز تماشا کن برنامه ما رو. بله بله، ببینید میگه it's not available، یعنی ایشون در دسترس نیست. چه خوب، اتفاقا همین باعث میشه که شما متوجه بشی برای این برنامه‌ای که من با شما باشم، من باید باشم، شما باید باشی، شما از کار، زندگی، فامیل باید بگذری، تفریح باید بگذری بشینی، من از کار، پول در آوردن، تفریح، فامیل باید بگذرم بشینم با شما صحبت کنم. شما برای هدفتون این کار را انجام میدید، من برای اینکه این کار را انجام بدم باید یک وجهی، یک پولی دریافت کنم. حالا شما اسمشو هر چی میخوای بذار، بگو این تلویزیون دوزاریه، این تلویزیون پولکیه، این احمق مجاهدین نوشته بودن تلویزیون مردم پولکیه، در صورتی که خودشون اولین کسایی بودن که یه مبلغ ناچیزی میدادن ما برنامه‌شون رو پخش می‌کردیم. ببینید دوستان، گور پدر شاه، گور پدر خمینی، گور پدر خامنه‌ای، گور پدر حکومت بعدی که میاد، ما خودمون هم آدمای خوبی نیستیم. امروز که با یکی دوستیم سفره دلمون رو باز می‌کنیم، جلوش میگیم هر چی می‌خوای بردار، دل، جگر، قلبه، بردار، مال خودته. فردا که دشمن میشیم میخوایم چاقو بیاریم بزنیم دل و جگرشو پاره کنیم و این دل و جگر اینو بندازیم جلو سگ بخوره. ما آدمای منصفی نیستیم که بگیم یا از خودمون بپرسیم آقای کریمی تلویزیون اینترنشنال چرا باید به شما وقت بده، تلویزیون بی بی سی چرا باید به شما وقت بده، تلویزیونای دیگه چرا باید به شما وقت بدن؟ اونا دنبال منافع خودشون هستن. اونا درست میگید شما، دنبال کسی هستن که حرفای اونا رو بزنه. خب این که خیلی ساده است. آخه مثل این میمونه که من بنویسم 2 به علاوه 2 مساوی 4، بعد از شما بپرسم حالا جواب این مسئله چیه؟ اصلا مسئله‌ای وجود نداره به این سادگی. 2 ضرب در 2 = 4، 2 به علاوه 2 = 4. دیروز یکی از دوستان سلطنت طلب برای من نوشته بود که به قول نمیدونم، دیدی این روزا همه سقراط، ارسطو، افلاطون همه اینا رو گفتن، 2 به علاوه 2 اگر کسی گفت میشه 5، باهاش بحث نکنید، به اون ترحم کنید. میخواستم بگم خانم همه باید به شما سلطنت طلبا ترحم کنن، این بدبخت عقب افتاده 16 که یه روز در عمرش کار نکرده، یک عمر داره میگه من مرد عمل نیستم، من نمیخوام شاه باشم، یه برنامه گوش میدی بینرش رضا شاه دوم، یکی دیگه میگن اعلی حضرت، یکی دیگه میگه والا حضرت. وقتا والا حضرت مگه به خانوما نمیگفتن؟ در هر صورت حالا فرقی هم نمیکنه، این روزا که دیگه تو آمریکا میگه به کسی نگو آقا، به کسی نگو خانم، باید ببینی اون چی میخواد بهش بگی. بمانه دوست عزیز، امیدوارم این توضیح کم و خلاصه من که برای اونایی که برنامه من رو سال هاست میبینن ممکنه تکراری باشه،
جواب شما رو داده باشه، حالا شما بشینی فکر کنی که آیا خودت میخوای اینو بگیری روبرود روشن کنی صحبت کنی. برای همین دهتایی که حالا دوست داری به اون دهتا بگی، با دهتای دیگه بفرستن. بابا دهتا دهتا میشه صد تا، صد تا صد تا میشه ده هزار تا. حالا ده هزار تا ده هزار تا دیگه ببین چند تا میشه، ده هزار فلان صفراشو ببین چی میشه. در هر صورت ما تماس گرفتیم، شما نبودی. ولی حالا بریم سراغ یکی دیگه از دوستانمون. یه دوستی داریم سالهاست با من در تماسه. چند مدت پیش گفت برنامه میخوام، گفتیم بیا برنامه بذار. بعد گفت نه حالا برنامه نمیخوام، گفتیم حالا برنامه نذار. دوباره گفت برنامه میخوام، گفتیم خب بیا برنامه بذار. اصلا آدم خندش میگیره، فکر میکنه این دوستان دوچار فراموشی شدن. کسی که باهات قبلا صحبت کرده دوباره میاد، فکر میکنه اصلا تو یا تو فراموشی بهت دست داده یا شادم خودشون. یه نوشته دیگر رو من توی این صفحه به شما نشون بدم، اجازه بدین اول. امروز اون چیز رو نیاوردم چون هفته پیش بود که بود آخرین برنامه که داشتیم، یه کمی اذیت شدیم. خب کپچر میگیم select area، بعدم میگیم 16 به 9. ببینید نه 16 به 9 نمیخوام، حالا اوکی میذاریمش اینجوری. ببخشید select area رو باید اینجوری انجام میدادم، capture select area یعنی خودمون اونجایی که خودمون میخوایم. بله این اینجا هم بیاریم screen capture. بسیار عالی، درست شد. کمرای سه. ببینید خب این یه تبلیغ مجانی برای آقای مکس پدرسن، نه پدرسون نه پیترسون، مکس پدرسن. این آقا هم خیلی وقته با من در تماس هست، می نویسه چی می فرسه و اینها. ولی من یه روز دیگه از نوشته هاش خسته شدم، دیدم هرچی می نویسه تکراریه و از طرفی همش مثل اونم مثل من نق میزنه، ولی این به ایرانیان بد و بیرا میگه، مثل سعید کاووسی. ما دیگه یه دفعه بهش گفتیم آقا من نمیدونم شما از سر دست من چی میگن، از جون من چی میخوای، ولی من اینو میدونم که شما اسمت که ایرانی نیست، مکس پدرسون. حالا رو اسمش میزنیم، عکست هم که گذاشتی عکس باغ ارم و این ورم عکس شخصی خود تو گذاشتی عکس کوه، یعنی یک آدم 100% مخفی، 100% دروغین، 100% مجازی، 100% غیر حقیقی. حالا تو میخوای به من و دیگران درس بدی، آخه این نمیخونه عزیز من. خب حالا ما بیان دوباره این مکس پترسون رو. بله نوشته، بعد از این که نوشتم شما اسمت ایرانی نیست، عکست هم که عکس خودت نیست، از ایرانی بودن می نویسی و دیگران را هم ایرانی نمی دونی. دوست گرامی چند دقیقه فکر کن، موفق باشید. من اگر یک بار دیگر با این نام و با این عکس پیام دریافت کنم شما را بلاک می کنم. حالا ما نکردیم، بلاک نکردیم و گفتیم باز این دوستمون بیاد و با هم باز صحبت کنیم. بعض وقتا یه چیزی که آدم میندازه طرف رو به فکر میندازه. خب حالا ببینید این دفعه چی نوشته برای من. همین امروز صبح ساعت 8:07 دقت کنید دوستان. آقای سوربی من برنامه آهای شما رو دنبال میکنم، برای همینه که این متن بی نام و نشان به نظر خوب کپی شده برای شما هم فرستادم. اصلا جمله رو نگاه کنید، برای همینه که این متن بینام و نشانه به نظر خوب کپی شده را و اینا هم نه، برای شما هم فرستادم. حالا نگرانی شما نمیدانم، مگه شما از چه گروهی با دسته هستید که ناخوش هستید، ناخوش شدید؟ حالا گیرم متن خوب میهنی بینام و نشان از کره ما باشد، چه اشکالی دارد که نگران بشویم؟ ممنون و سپاسگزار، اما این دلناخوشی به شما آقای سوربی نمیاد. حالا نگاه کنید دوستان، برای من
این چیزی که نوشته، من گفتم خب این متنی که کپی شده ببینیم چیه. زدم روش میبینم یه ویدیویی از این، حالا آگهیش بره یه لحظه، از آقای امیر طاهریه. دوستان، آقای امیر طاهری یه پیرمردیه که من نمیدونم این آقا، حالا میدونی همه اینا یه سابقه ای دارن، هر کدومشون یه کاری میکنن که یعنی بگن اینا نابغه بودن اومدن تو رادیو تلویزیون ایران و تو مطبوعات ایران. آقا بودی نمیدونم، فکر کنم 80 سالش حداقل باشه. این آقا قبلا هر چی بوده، مثل هادی خورسندی، میدونید هادی خورسندی مخالف شاه بوده تو انگلستان که بوده، بعد حتی میره دیدار خمینی، بعدن میشه انقلابی، بعدن میره با مجاهدا، بعدن میدونید اینا من نمیفهمم چیان، خجالت از خودشون نمیکشن. در هر صورت 2 ساعت و 25 دقیقه و 52 ثانیه ایشون از من انتظار داره که به مزخرفات امیر طاهری و یه عده بیکار دیگه، اونم از قشر سلطنت طلب که برنامه‌شون رو با سرود شاهنشاهی شروع میکنن، اینا اینقدر احمقن نمیدونن بزرگترین ضربه همین سرود شاهنشاهی بود، بزرگترین ضربه همین وزارت دربار بود، بزرگترین ضربه خود شاه و فرع به سلطنت زدن. ولی یه مشت آدم های نشستن اونجا اصلا یکم که حرف میزنن، ببخشید اینو میگم، آقای مکس پدرسن، آدم استفراغش میگیره. این میگه رفراندومی که خمینی انجام داد بدون اجازه بود، در نتیجه غیرقانونیه. البته خب خدا پدرش بیامرزه، میگه رفراندومی هم که شاه انجام داد غیرقانونیه، رفراندومی هم که مصدق انجام داد غیرقانونیه. حالا اونای دیگه هم آقا تو رو خدا قربونت برم بیا باشه نمیدونم رئیس جمهور موقع گذار، این میگه اصلا ما چیزی احتیاج نداریم، چیزی عوض نشده، ما میریم همون قانون اساسی که بوده هنوز هم هست و اینها اجرام. اصلا توی دنیایی برای خودش، این آقا اشتباه نکنم خانمش هم خارجیه، اصلا اینا همون موقع هم که من و شما ایرانی بودیم اینا ایرانی نبودن، اینا همون موقع هم بزرگترین افتخاراتشون اینه که در خارج درس خوندن، سفرهای تفریحیشون به خارجه، زنشون خارجیه، کتشلوارشون خارجیه، ماشینشون خارجیه. دوستان یکم به خودتون بیان. با یه احمق سلطنت طلبی امروز، همشون بیشتری ها خانم هم، نوشته بود که ایران به پهلوی ها شناخته میشه. گفتم پوفیوز شما برو بخون سابقه پرژیا یا پارس یا خلیج فارس، اینا ببین چندین هزار سال اون شاه به اون احمقیش به این مایک والاس گفت که تو چرا میگی خلیج، مگه مدرسه نرفتی؟ گفت چرا؟ گفت تو مدرسه بهتون چی گفتن؟ گفت خلیج فارس. گفت خب چرا نمیگی خلیج فارس؟ ببینید شاه در همون نادانی و کمدانی و دیپلم ندانشنش هم یه حرفای زد درست بود، ما که اونا رو نمیگیم غلط بود، ولی ما میگیم کارایی کرد که ضربه زد به خودش، انقدر هی پوز داد، حالا چون دو تا زبان بلد بود هی به این و اون چلنجشون کرد، به چالش کشیدشون که اونام زدن زیر پاش انداختنش بیرون. حالا اگه خارجی ها زدن زیر پاش انداختنش بیرون آقای طاهری، پس من و شما کاری نیستیم، شما با چند تا اینا همشون حالا ادعا میکنن جوونن توی کلاب هاوس، و وقت حالا دیگه یه چیز رایجی که بعدی که رایج شده اینه که برنامه کلاب هاوس رو هم ور میدارن میارن توی یوتیوب میذارن. خلاصه روزگار غریبیست. من امیدوارم در این برنامه توضیح کامل درباره برنامه داشتن در این تلویزیون نقلی و جمع و جور مردم رو داده باشم، که هی دوستان نگن شما با من حرف بزن، من میخوام بیام تو تلویزیونت حرف بزنم، بیننده های شما زیاد بشن. میگم بیننده ها زیاد بشن که چی بشه؟ میمونه توش.
با همین شاهین دوست خوبمون ما یه چلنجی داشتیم، هی میگفت بیا تو یوتیوب، نه بیا تو چیز چی بهش میگن، بیا تو اینستاگرام. گفتیم آقا شما لطف کن ما رو بذار تو اینستاگرام. خب این کار رو انجام داد، ما رو گذاشت تو اینستاگرام، ما رفتیم تو صفحش. الان باش با هم دیگه میریم تو صفحش، اولا دو سه تا صفحه داره. خب اگه دوستان شما هم شما رو که میخوان پیدا کنن ندونن کجایی، چه فایده ای داره؟ من ترجیح میدم یه جا باشم. شاهین، بله شاهین پیدا شد، شاهین آرت، شاهین 2000. حالا ما اولی که با ایشون آشنا شدم با عنوان شاهین 2000 بوده، حالا شاهین آرت رو میزنیم، همه رو میخوایم بزنیم و کلیک میکنیم. اوکی، این شاهین آرت کمرای سه، شما برید دوستان نگاه کنیم. شاهین از روزی که من باهاش آشنا شدم و کل کل کردم متوجه شدم خودشم نمیدونه میخواد چیکار کنه، خودشم نمیدونه با این همه امکانات میدیا، با این همه وسیله که خریده گذاشته تو خونهش، احتمالاً جای فامیلش هم تنگ کرده دیگه، دوربین و چراغ و نور و فلان اینها، میخواد یه روز شروع کرد کتاب بخونه برای مردم. دید آقا ایرانی ها اهل کتاب خوندن نیستن، یه روز شروع کرد بشینه برنامه های دیگران رو مثلا انتقاد کنه، دید خب دارم میگه من میخوام بر، خلاصه نمیدونه چی میخواد، از این شاخه به اون شاخه. حالا میایم این بالا، نوشته 1588 تا پست، 1019 تا فالوور، 5541 فالوینگ. یعنی ایشون 5500 نفر رو دنبال میکنه، ولی از اون 5500 نفر احتمالا آدم مشهور و اینا هستن، اونا کلن 1019 نفرش ایشون رو دنبال میکنن، هیچ عیبی هم نداره. حالا بیان فیلم های کوتاه درست میکنه، ما همینجوری میریم 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 میریم. ببین حتی خرم اینجا هست ولی سوربی نیست، بفهم بفهم. خب حقم داره، اون روزم گفتم ویدیو هم حالا خودش خودشم حق داره. این قسمت پستش هست. حالا میریم قسمت ریلز یا قسمت فیلم، فیلمو اینجا ریل هم میگن. خب اینجا باز همون از اون خانومه که کشته شد، بیچاره جوونه هست، از توی آلمان راه میره هست، این علاقه دو جا هست، ما نیستیم. خب بعد باز میایم میریم کجا؟ میریم یکی دیگهش تگد، اینایی که احتمالاً گذاشته دیگران رو هم تگ کرده. والا من اصلا کانسپتش رو بلد نیستم، اصلا بیسیک پایه و اساس این رو بلد نیستم. حالا من نمیدونم این تگ شده به وسیله دیگران یا این گذاشته اونا رو تگ کرده. بعد به من میگه نه شما اینا رو ول کن، با کامپیوتر شما نمیتونی اینستاگرام، باید تلفن دستی باشه. گفتیم باشه، رفتیم رو تلفن دستی، اینا تلفن دستیمون آوردیم اینجا، نگاه کردیم، زدیم اینستاگرام، به قول ایرانی ها اینستا، زدیم شاهین. کجا میگردی دنبال اینجا زیرش زهربینه مینویسی. خب خلاصه اینجام که زدیم ما چیزی ندیدیم، بهش گفتیم آقا این کجاست، این لطفی که شما کردی. یه عکس فرستاد، گفت توی استوری فلان اینا. گفتیم اوکی، همین که گذاشتی ممنون. یه روز بعدش گفتم اینجا که ما نه اونو دیدیم نه شماره دیدیم، حالا که شما گذاشتی گفتی آقا بیا اونجا تا بیای 40,000 نفر میان، چجوریه؟ گفت 43 نفر کلیک کردن، کلیک کردن با تماشا کردن دو ساعت مزخرفات من خیلی فرق میکنه، کلیک کردن. گفتیم اوکی، حالا اگه اون کلیک میکنه، اگه تماشا میکنه، تازه معنیش این نیست که یوتیوب شماره رو بالا میبره و اون دو سنت رو به ما میده یا نمیده که تو سرشون بخوره. اوکی، گفتم آقا اینم دیدی، تازه تویی که تجربه شو داری و سابقه شو داری، گذاشتی اینجوری شد و ما ویدیومون تا امروز که چیز میکنیم شده 400 خورده، اون موقع که با این گفتم 350 خورده. درست؟ گو آها امون سوربی، شما از اولی که دنیا اومدی مینیسی سوربی با مردم، اینجوری نیست که. باید چیکار کنیم؟
گفت مثلا با بنویسی علی دایی با توپ زد تو سر علی کریمی. گفتم خب همچین اتفاقی نیفتاده. گفت مهم نیست، شما بنویس. اون میاد هی هم چون نمیبینه همچین موضوعی رو بیشتر نگاه میکنه، ولی خب فوشت هم میده، میگه این مادر فلان فلان شده، این خواهر به خطا، این نمیدونم پدر سوخته، چرا اینو نوشته، ولی مهم نیست. پس شد دروغ بنویسیم، مهم نیست. اون فوشمون میده، مهم نیست، که بیننده زیاد داشته باشه. حالا این بیننده زیاد، باز سوال همونه، چی میشه؟ شما که مثل فلان دختر نیستی که لنگ و پاچش نشون داده باشه، شما مثل که اون دیوانه روانی نیستی صورتش خالکوبی کرده باشه و سر صورتش خالکوبی کرده باشه و نعشه بشه بیاد به مردم فوش بده، یه سیل زیادی بیان، نه سیل آبو، یه جمعیت زیادی بیان دنبالت، بعد یه عده چون حالا فالوور داری بیان بگن آقا ما اینقدر میدیم تبلیغ این کفش رو بکنم، به جایی نمیرسه عزیز من. حالا هر کسی یه سنی یه جایی یه موضوعی رو میاد به قول معروف گل میکنه. بنده سال 2000 وقتی که از رادیو تلویزیون محلی اومدم روی کانالای تلویزیون گل کردم. حالا این گلم یه وقت میبینی همچین گلی نیست که به سود خودت باشه، خیلی هم قشنگ بشه یکی میاد میکنه ببرتش. به حدی که نوشتن سوربی is the most controversial TV host. بعضی ها اصلا میگفتن آقا شما مثل بیل اورایلی هستی، بعضی ها میگفتن شما مثل هاوارد استرن بدون چیز صحبت میکنی، بدون پرده صحبت میکنی. ولی همه اینا اگه ببرم دم دکون نونوایی بدم یه نون سنگک، آقا یه نون سنگک 6 دلار و نیمه تو این آمریکا، 6 دلار و نیم یه نون سنگک، طول عرضش هم کوتاه، فقط تا دلت بخواد روش سیادونه ریخته، خیلی هم نازکه، عین کاغذه، سوراخ سوراخش که بود نشون میده، حالا اسم مغازه‌شو نمیگه. آقا برای چی؟ منی که میتونم برم یه کار دیگه انجام بدم، من یه کاری گرفتم، پناهنده هایی رو که ترامپ انداخت توی قفس و پدر مادرانشون رو برگردون کشور خودشون، اینا الان بعد از 3 سال 4 سال، البته از دوره اوباما بود، اوباما از همه اینا بدتر بود، این بیچاره ها بچه ها الان هنوز زیر 18 سال بلا تکلیف هم. بیشترشون توی هیستان تگزاس هستن، اینا رو با هواپیما میفرستن اینجا، منم از فرودگاه برشون میدارم میبرمشون توی این شلتر یا سرپناه یا اردوگاهایی که اینها رو قبول میکنن، براشون کارت صادر میکنن، درس انگلیسی بهشون میدن، بعد که سنشون رسید به یه سن 18 سال اینا براشون کار پیدا میکنن. خیلی خوشحالم از این کاری که انجام میدم، یه پولی هم به من میدن، هر روزم از من تشکر میکنن. به یکشون گفتم لازم نیست تشکر کنی، منم یه روزی پناهجو بودم، دیگران کمک کردن، ضمناً من یه پولم دریافت میکنم. گفت نه، این پولی که ما به شما میدیم اصلا پولی نیست، اون کاری که شما میکنید مهمه. شما نگاه کن، اینو آمریکاییه میگه، او وقت ایرانیه میگه آقا اگه اسمشو گذاشت تلویزیون مردم، خب منم مردمم. خب آقا شما اگه مردمی، من اومدم اینجا پتو انداختم، سماور آب گذاشتم اینها، شما وقتی داری میای دو تا چلو کباب تو سرت بخوره، 4 تا سیخ جگر و دل و اینها بگیر بیار تو سرت بخوره، یه نون و پنیر با خودت ورد و بیار، ولی مفت خو نه. یا اینجا کسی دیگه هم یه چیز آورده، گفتم بهتون یه مدتی ما دوستان رو دعوت کردیم، اصلا پایین خونه قبلیم خیلی بزرگ کرده بودیم استیشن به اصطلاح ایسکا برای اینا، طرف میاد قهوه ها رو هی جابجا میکنه به من میگه شما قهوه دیکف ندارین؟ گفتم والا ما خودمون کف کردیم، ولی قهوه هامون دیکف نیستن. قهوه دیکف شما بگیر بیار، دفعه دیگه وقتی میری اونجا زنگ بزن بگو سوربی جان من دارم میام برای خودم میخوام قهوه بگیرم، تام چیزی میخوای تو منم بگم یه بیسکویت یه چایی هم برای ما بگیر بیا. آقا ملت بی انصافی هستیم، ملت بدی هستیم، کارمون خیلی خرابه. امیدوارم این توضیحات یه کمی دیگران رو روشن کرده باشه. اینم نگه میدارم برای دیگران ببینیم چی میشه. خب شاهینم
مثل من نوشته ها رو تا آخرش نمیخونه. نوشت بچه رو بردم کاراته، گفتم که داداش منم اینجا استاد کاراته هست و کلاس داره و فلان اینا، برای من بنویس. نوشته بود بچه رو بردم کاراته که مثل خودمون نشه، حالا منظورش نمیفهمم، ضعیفه، تو سری خوره، تو کوچه کتک خورده. گفتم شما میدونی چرا پدر مادرها بچه هاشون میبرن کاراته، میبرن کلاس پیانو، میبرن نمیدونم مسابقه اسب، یعنی میبرن اسبواری فلان اینا؟ نخوند، جواب نداد. حالا من براش یه شوخی دارم. میگه اون وقتا ما تو کوچه ها اینقدر دعوا میکردیم، اینقدر کتک میزدیم و کتک میخوردیم، احتیاج به این کلاس ها نبود. خونه هم که میرفتیم پامونو چپ و راست میذاشتیم، مامان و بابا یه کتک میزدن، حالا داداش های بزرگتر و اینها هم بمانن. یعنی ما کتک به اندازه کافی میخوردیم بدون اینکه پول شهریه بدیم. حالا این بچه های امروزی که هم قانون میگه نمیتونی بزنی، هم مدرسه میگه نمیتونی بزنی، هم از لحاظ اخلاقی دیگه به این نتیجه رسیدیم که نمیشه بزنی و فلان و اینا، باباه میره پول میده به دست خودش، دوتاشون رو با میدارن رو برو همدیگه رو بزنن. یه جوکی بود چندین سال پیش رایج شد و بین ایرانی ها میگفتن باباه به بچه گفته مشک تو بنویس، اگه ننویسی تو سریت میزنم. گفته اگه جرأت داری بزن تو سرم تا فردا تو مدرسه بگم پلیس بیارن بگیرنت. میگه اوکی مسئله نیست. عید میشه میگه بریم ایران. همچین که میرسن فرودگاه تهران یا ایران یا فرودگاه شیراز مشهد هر جا، پدرش شروع میکنه پسره رو با تیپا و توسری میزنه، میگه حالا به هر کی میخوای برو شکایت کن. اینم داستان کلاس کاراته آقا شاهین گرد، کلاس کاراته، کتک زدن بچه ها، دعوا در کوچه و بازار و الی آخر. ولی دوستان اونایی که میگین خانوما برگشتن رفتن خونه، انقلاب زن، زندگی، آزادی یا جنبش تموم شد، اصلا مزخرف نگید دیگه. پیروز شد. کارمندان تلویزیون من و تو پس از سالها کراوات زدن، چقدرم شلوغش کردن. میاد جلو دوربین میگه برنامه جدا درست میکنه، تو مصاحبهشون میگن، میگه که یه نفر از ایران زنگ زد به ما گفت که شما چرا کراوات نمیزنید؟ گفتیم ما کراوات نمیزنیم که با مردان ایران در ایران نمیتونن کراوات بزنن همبستگی و صمیمیت داشته باشیم. اولا احمقا، الان تو ایران سالهاست مردا دارن کراوات میزنن. دوما اگه شما میخواید با مردان همبستگی و صمیمیت داشته باشین، چرا مجریان زن من و تو همبستگی و صمیمیت با خانوما ندارن؟ روسری و نمیدونم چادر و آبا کسافتا. بیاین حقیقت رو بگین، بگین تا دیروز اون کسی که مسئول من و تو بوده فکر میکرده کراوات برای چی بزنیم؟ برای که اصل اونم گویا مذهبی از ایران اومده. نمیشناسم اینا رو، اصلا لازم نی بشناسم. ولی امروز به ما گفتن کراوات بزن، ما هم کراوات میزنیم. و رسم شما هر جا کار میکنیم، من یه مدت لوز کار میکردم، صبح که میرفتم با میرفتی کمد باز کردی یه جلیقه ای بود میپوشیدی، این جلیقه روش نوشته بود لوز، مردم بدونن شما اونجا کار میکنی، اگه کمکی میخوان از شما کمک بگیرن. که خود من همون لباس رو بردم به رئیس اونجا نشون دادم، گفتم این خطرناکه، ما سوار کامیون میشیم میان پایین، این گیر میکنن از اینکه بیفتیم چی میکنی که عوضش کردن. دمشون گرم، گوش میکنن. خب شما میری یه جایی به شما میگه بست بای هست فکر کنم، میگه شلوار کرمی پیرن مثلا سرمه‌ای. مکدونالد میری میگه اینجوری، یه جای دیگه میری میگه باید پیشبند ببندی، یه جای دیگه میری میگه باید کلا بذاری. شما هستی که یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی. حالا آقای علی پیرهادی پیرخرد نمیدونم چیه دیگه، این مزخرفات و این دروغا و اینا چیه؟ حالا ما اومدیم کراوات زدیم که از فردا هم ایرانی ها کراوات بزنن. ای ننگ بر شما باد. خب از اون بر آقای بله جناب صدبا سلام، مشکلات فرهنگی داریم و شما به خوبی به آنها اشاره دارید، امیدوارم بتوانیم ابتدا به وجود آنها باریکلا اذعان کنیم تا بتوانیم قدم های در جهت تصحیح برداریم. خیر پیش، ممنونم، شما کاملا درست میگید. حالا این شاهین یا شهین حیدریه،
شاهین اگه هستین آرو دوتا بنویسین، اگه دوتا بنویسی هیچکی نمیخونتش شاهین. درسته من عکس کوچیکی نمیبینم، حالا بعدم زن بودن و مرد بودن اصلا مهم نیست، همین که بیننده برنامه هستی از شما تشکر میکنم، همین که لطف کردی تماشا میکنی بیشتر لطف کردی مینویسی که من احساس کنم آقا من تنها نیستم، من دیوونه نیستم، من به سرم نزده این چیزها رو من میبینم دیگران نمیبینن. و اون قسمتی که شما گفتی خیلی مهمه، اول ما ببینیم سرمون درد میکنه، پامون درد میکنه، گرسنمونه، تشنمونه، بفهمیم مرگمون چیه، دردمون چیه، بعد بریم دنبالش ببینیم چاره این درد یا داروی این درد چیه. حالا آقای امیر طاهری مرد 80 ساله‌ای که اینم مثل مانوک خدابخشیان، اینا اولا همش فکر میکنن اینا درست فکر کردن، میدونستن بهتر از همه میدونستن. مانوک خدابخشیان دوتا کتاب خونده بود، همین من میگو در کتاب فلان گوستاف فلان گفت فلان در بازی شطرنج زندگی، مردک تو تو زندگیت اینجا درمونده بودی که آویزون شدی و علیرضا امیر قاسمی، کسی که اصلا از لحاظ فکری دوتا جبهه و دوتا جهت مختلف هستی. بله باید دردمون رو بدونیم بعد بریم دنبال دارو یا درمان اون درد. الان بنده چند هفته است این دست چپم درد میکنه. اول رفتم دکتر مظاهری، دکتر جوانیه، دکتر مظاهری توی ویرجینیا، عکس گرفت و اینا، گفت شما چون گردنتو جراحی کردی و اون موقع ها استخون از لگن خاصره برمی داشتن می زاشتن، این استخونا بعد یه مدتی جذب میشه، جابجا میشه، همه چی بالاخره میگفت دوباره ممکنه احتیاج داشته باشی، ولی الان ما اذیت نمی کنیم. تا موقعی که بدن احتیاج نداشته باشه ما چاقو میگن نمیدونم تنتان به ناز طبیبان احتیاج نباشه، تنتون رو با چاقوی طبیبان چیز نمی کنیم. گفت شما برو اگه یه روزی دیگه نتونستی دستتو تکون بدی، محدود شد، دیدی تو آزمایش ها میگن دستتون رو بیارین بالا اینجوری کنین اونجوری، بیا اون وقت نگاه میکنین. از طرفی خب تا دست چپت درد میگیری میگن برو قلب. دوبارم رفتیم قلب، همین امروز هم منتظر نتیجه آزمایش هستم، نتیجه هایی که یکیش آزمایش اکو هست که مثل خانمای حامله هست با این سولوناسکوپی میگن چی میگن نگاه میکنه، یک جلی میمالن و یه فرکانسی میفرسن عکس نگاه میکنن، اینها حتی ضربان قلبت گوش میدن، همه مانه دیگه آزمایشگاه رو همه میده. یکی دیگرش هم یه چی دیگه هست که به شما یه چیز اتمی تزریق میکنن، نوکلیر، بعد میفرسن توی دستگاه اینا اون. بعد اینم دکتر کریمی، اشکان کریمی از شیراز اینجا تبابت میکنه. این به من گفت آقا طرف چپ قلب شما، میدونید تو قلب یه جایی هست که مثل برق، جریان برق میزنه، این منقبض میشه، این منقبض بعد میخواد منبسط بشه، این پمپ هی اینجوری اینجوری، حالا 80 مرتبه در دقیقه ورزش کنی، 100 دقیقه، 120، هرچی. از اینا میفهمن، از همون سیمایی که بس کنن. اون گفت اینجوری، گفتیم آقا ما از بس بچگی تو هنرستان کرم داشتیم به هم دیگه برق وصل میکردیم، فکر کنم این برقای بیرون، من یادم ما یه روستا بهمون داده بودن، یادش بخیر آقای خوششانس، ما میمدیم اینو میبستیم به دست هم دیگه، نگاه کنیم ببینیم آقای غلامرضا عبداللهی چند ولت برق میگیرتش، سربی چند ولت برق میگیرتش، اون نمیدونم حیدری چند ولت برق میگیرتش. خب مریضیم دیگه، کسی ما نمیگه آقا شما این کار داری میکنی، این اصلا سل چیزای بدنت، مایچه های بدنت اینا رو داری اذیت میکنی، بمانه. در هر صورت همه اون یه کارهایی کردیم که یه جورایی به خودمون ضرر زدیم، ولی با وجود بری همونها رو هم میگیم قربون همون روزا و اینها. کراوات در تلویزیون من و تو، صمیمی بودن با مردم، همرنگ بودن با مردم. خب و اما دوستانی که هی میگین چرا تونست ما نتونستیم، چرا انقلاب بهار آزادی اعراب به ما نرسید، برید نگاه کنید مصاحبه برادر الزواهری با یک گوینده بی بی سی، فکر کنم قسمت عربیشه، نمیدونم،
ببینید این آقا تو همون انقلاب مصر آزاد شد، الان اومده میخواد حکومت مصر رو به اصطلاح براندازی کنه. بعدم ببینید چه نگاه تندی داره از آخونده و طالبان و القاعده. خب القاعده که اون بن لادن و اینا، بعد میگه شما برید ببینید تو آفریقا از موقعی که بن لادن رو زدن کشتن، نصف بچه های پسر اسمشون بن لادنه. برید مصاحبه برادر الزواهری رو ببینید تا ببینید چه دنیایی ساخته میشه بعضی وقتا با انقلاب. یه مصاحبه خوبی، مصاحبه نه، یک برنامه خوبی رو آقای امیر هوشنگ امیر احمدی درست کرده بود، توضیح میده در رابطه با انقلاب، جنبش، برانداز، و میگه ما اینا رو هم بلد نیستیم. دیدید تا تکون میخوری بهت میگن چپول، اون یکی میگه پنجا و هفتی، همشون هم یه مش خر و نادانن، اصلا نمیدونه چپ چیه. برای یکیش میگم آقا چپ چیه، می کمونیست، میگم خب احمق شاه هم همین فکر رو میکرد، چپ کمونیست نیست. برید دوستان یکی لینک چیشو بزنه، آقای نیساری الان میخوام راجع به شما صحبت کنم. اون قسمت اولیش گفتم که تلویزیون من و تو کراوات زده فکر میکنه انقلاب زنان پیروز شد. آقای نیساری هم یه ویدیوی نسبتا قدیمی بود، ولی خب ما که توی این کار هستیم چون 20,000 نفر دوست داریم، هی برای اون چیزای زیادی میفرستن. اون دوستان وقتی براشون یه چی میاد فکر میکنن جدید برای ما میفرستن، ممنون متشکرم. یه ویدیوی برای من فرستادن، یه آقایی به یه خانم میگه مثلا روسری تو بروش، خانم با شجاعت روبروش وای میسه و میگه به تو چه مربوط و فوش و فضیحت و اینها. خلاصه بعد که اون آقایی میخواد مزاحم چیز بشه، بله اوکی من به این میسم اوکی بسیار عالی. خب این ویدیو رو آقای نیساری برای من فرستاد و ایشون نوشت که آقای سوربی دیدی ولش کن ولش کن فلان، حالا ما بذارید نوشته خودشون نمیدونم، والا این فیسبوک هم الان دیگه شده 6 قسمت، فیسبوک شخصی خودم، فیسبوک صفحه مردم تیوی، اینستاگرام، مسنجر، یه چیز دیگه هم هست فیسبوک بیزینس که علامت همون متا رو میذاره روش، نمیدونم شما دارید یا نه. خلاصه حالا خود ایشون میدونه من نه اهل دروغ گفتن هستم نه اهل تعارف، نه اینکه مثلا آقای نیساری همشهری منه بیام دروغش بگم یا فلان اینا. ببینید مثلا تو این قسمت من اینجا میبینم که آن همه قوقای همتباران قشقایی، بله یه مدرکی یکی از دوستان براشون فرستاده که نیساریا یکی از طایفه‌های بزرگ هستن و من خیلی خوشحالم. البته من برام حقیقتش بزرگ و کوچک بودن طایفه شخص مهم نیست، همه ما مساوی هستیم، برابر هستیم، و اینکه من آنم که رستم بود پهلوان به یکی بگیم بعد طرف میگه گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چاسه. امروز یکی یه رزومی برای رضا پهلوی نوشته بود شغل پدرش شاه بوده، نمیدونم سابقه کار پدرش شاه بوده، مدرک پدرش شاه بوده. یعنی این مردک هیچی نداره به این که بگی من بجز این که بگی پدرش شاه بوده. خلاصه برای آقای نیساری نوشته بود آقای نیساری که حالا اینا منتظر باشن، فکر کنم شاید درست این جمله رو من نگم، که آویزون بشن به تیرای چراغ بر. گفتم ای داد بیداد، پس ما داریم میشیم مثل آخوندا؟ اگه ما نتونستیم اینا رو آدم کنیم، حالا ما داریم میشیم مثل اونا؟ بعد ایشون حرف عوض کرد، گفت نه، وقتی چی بشه، حکومت عوض بشه، اونایی که میان لباسشون تحویل میدن، لباسو میکنن میزنن دور، نمیدونم دادگاهی میشن، اونای دیگر رو ما میبریم بیگاری فلان. به خدا آقای نیساری اینقدر این حرفا تکرار شده توسط افراد احساساتی که من خندم میگیره. آقا امروز آقای دستقیب شیراز که مرد و منفجرش کردن فکر کنیم زنده است، شما انقلاب کردی با آقای بهرام آبتین موفق شد، آقای چیزم دیگه الان 100 سالش نیست، آقای سید حسین بود، اینا فامیلای دور ما هم بوده. خب میخوای چیکارش کنی؟ به جرم اعتقاد و باوری که داره میخوای بفرستش توی مزرعه بیگاری،
اولا کلمه بیگاری یعنی چی؟ تا اونجایی که من تو ارتش میدونم کاری که نتیجه نداشت بیگاری بود، یعنی یه کار بیهوده که فقط این طرف رو به عنوان تنبیه، مثلا میگفتن اینجا رو بکن، سنگر بکن، میکندی خیس حرم میشدی، بعد میمند میگفت پرش کن، به این میگفتن بیگاری. و الا تمیز کردن مثلا حیات پادگان و اینا که خب یه کار بود، برگا رو همه ردیف وای میسادن، خیلی هم سیستم قشنگ بود، همه سربازا ردیف وای میسادن، برگا رو هم میریختن جلو هم میریختن جلو تا میرسید اون آخر جاروش میکردن برش میشد. شما میخوای آقای دستقیب رو ببری بیگاری، خب چه کاری اسمش بیگاریه؟ بعد شما میخوای از صبح تا عصر بالای سرش وایسی که مواظب باشه این بیگاری رو انجام بده؟ اگه انجام نده شما میخوای چی کارش کنی؟ میخوای شلاقش بزنی؟ با چوب انجیر خیس بزنی؟ میخوای چی کار کنی؟ آقا نگید این کارها رو، نکنید این کارهای احساساتی رو. شما این آقای بهرام آبتین رو نگاه کن. خب ما هممون جوان که بودیم سیبیل داشتیم، بعد دیدیم آقا سیبیل ها سفید و کج موج و همیشه انگار آب از بینیمون اومده بود، سیبیلمون زدیم، یه تغییری کردیم. ولی این آقای آبتین رو نگاه کن، ماشاءالله یه روز موهاشو بلند میکنه، یه روز سیبیل میذاره، یه روز ریش دانکیشوی میذاره، یه روز ریش نمیدونم فلان میذاره، یه روز سیبیلش میره بالا نمیدونم جاذبه زمین فراموش میکنه. آقا این آقای آبتینی که با آقای محسن رضایی بوده، من دو سه بار پرسیدم تا حالا شما تو این چی دیدی که ما ندیدیم؟ این آقای آبتینی که سر پول یه برنامه به دروغ میاد میگه سربی مزدوره، شما فردا از این چه انتظار داری؟ اگه قدرت داشت هر کسی رو به خاطر اینکه باهاش مخالف بوده تهمت نزنه، نکنید آقا. بعد شیش ماه این دخترای جوان تو خیابون بودن، کدام یک از شماها بلند شدید برید ایران؟ اگه نمیرید شجاعانه مثل سربی بیان بگین ما نمیریم، هر کیم بیاد ایران ما نمیریم، چون باور دارم نفر بعدی که میاد مشکلش این نیست که چرا دموکراسی نیست، مشکلش اینه که چرا اون قدرت نداره که بتونه پولا رو بزنه ببره مردم رو زندان کنه. بشینید با خودتون فکر کنید، تصمیم بگیرید، تصمیمتونه به مردم بگید. اگر توی این مدت 20 نفر گفته بودن ما میریم ایران، اگه توی این 8 تا عقب افتاده ای که یه جا میشن 6 تا، یه جا میشن 5 تا، میرن تو این میتینگ استنفورد، میرن تو اون یکی نمیدونم تجدید طلب فلانی بسار اینا، اگر یکی از این قرمساقا یکی از اینا گفته بود من فلان روز میام ایران، شما فکر نمیکنید همون آقای توماج بیچاره ای که خوند سوراخ موش بخر الان 4 ماه 5 ماه زندانه، کی دیگه آهنگاشو میذاره؟ ولی همون یه چیزی گفت، گفت آقا بیای ماسک بزنی کنار خیابون وایسی، این کار زیادیه، ولی اقلا اگه من تیر خوردم افتادم زمین منو میکشی کنار که ماشین دیگه از روم رد نشه. یک فیلمی رو نمیدونم من و تو فکر کنم درست کرده یه آقای جوانی از زندگی توماج، خیلی فیلم جالبیه. خب این فیلم هم البته فکر کنم همین دوران چیز بوده، جنبش و فلان اینا، میدونی یه فیلم میخوان درست کنن مثل ما نیست. یه دفعه امروز یادم بیاد که 13 فروردین یه شنبه است، به جای مثلا یه شنبه امروز برنامه بزن، اینجوری نیست، همه چیش هم اینجا باشه، باید پولشو تهیه کنن، باید افرادشو آماده کنن، باید ببینن کی میخواد تهیه کننده باشه، تولید کننده، کی میخواد پولشو بده، همش هم میچرخه دنبال پول. ما که اینجوری میتونیم برنامه بذاریم برای که پول نمیخواد. خب برید این فیلمو ببینید، مگه نمیگفتیم این توماج یه کارگر بدبخت فلانه، توی بیشتر ویدیوهاش هم پابرهنه است. آقای توماج یه مهندس مکانیکه، توی کارگاه تراشکاری پدرش کار میکنه. هممون میدونیم اگه توی کارگاه تراشکاری پدرمون کار کنیم
پدر ما مثل کارگران به ما رفتار نمی کنه. ولی وقتی اصل ماجرا با دروغ میاد بیرون، هر چی دیگه آویزون کنی به این دروغ میشه دروغ بر دروغ. آقا یه کارگر زحمتکش، بابا بوکسور، خوشقیافه، پولای این خالایی رو که زده به تنش شما حساب کنید، لباسایی رو که میپوشه، تو همون ویدیوهایی که میخواد بگه از فقیرها صحبت کنه همین لباسا رو قیمت کنید. لباس متس، جرزی متس نیویورک، چیزو میپوشه، مال آمریکا رو میپوشه، جرزی لباسای ورزشی مال فوتبال و بیسبال و ایناست، اینو میپوشه. ولی بدبخت انقدر رفت جلو و انقدر به مردم اطمینان کرد، ولی اومد آخرش گفت، گفت اگه امروز نمیایین تو خیابون با من، فردا حق ندارید حتی سر قبرم بیاین. ما گوش نمیدیم. یه چیزی دار هست توی حرف و اینا، میگن شنیدی من چی گفتم؟ نمیدونم، میگن شنید گوش نداد، یا میگن شنید نفهمید. یه اشکالی تو این شنیدن و گوش دادن و فهمیدن و نفهمیدن هست. ما ممکنه در ظاهر داریم میبینیم، توجه نمی کنیم، داریم گوش میدیم ولی نمیفهمیم. برید حرفای توماج رو یه بار دیگه گوش کنید، شعراش رو گوش کنید و ببینید امروز چه کار میتونید برش بکنید. میگیم 100,000 زندانیه، آقا من میگم 500,000 تا. آقای آبتین دوباره فراخوان داده 14 اعتصابات شروع بشه. آقا بگید بیان جلو زندان، بیان خیابونای زندان رو ببندن. اگر 100,000 تا 500,000 تا زندانیه، هر کیم نگه برید جلو زندان خودش، بگید بیان فلان زندان. مگه طرف نمیگه جانم فدای ایران؟ از شیراز بلند شو با اتوبوس، ارزون ترین وسیله، 4 نفر 5 نفر پول بریزن، اون یکی که ماشین داره پول بنزین رو خرج بدن برن تهران، برن. نیست آقا، اینجوری نیست که. انقلاب اگر شد که تازه انقلاب نبوده، براندازی بوده. انقلاب اگه شد، براندازی اگه شد توسط خمینی، خمینی مثل من و شما نامه نمینوشت به این سفارت و اون سفارت برین جلو سفارت وایسین. خمینی با دوستاش برنامه ریخته بود، رفته بودن دورای آموزشی دیده بودن، رفته بودن اسلحه از این اون گرفته بودن، از لیبی، از فلسطین، از این ور، از اون ور، از آمریکا، از انگلستان، از فرانسه یاری طلبیده بودن و اونها هم بهشون قول داده بودن. اینجوری نیست عزیزم، پایگاه داشتن. خیلی ها مینیستن قبل از شاه نمیدونم 250 تا مسجد داشتیم، بعد از شاه 60,000 تا مسجد. این مسجد ها همشون پایگاه های چی میشه؟ عملیاتی، پایگاه های عملیاتی آخونده بود. و شاه همون جوری که رب کوروش گفت آسوده بخواب که من بیدارم، ممکنه بیدار بود ولی مثل که با زنمنا داشته عشق میکرده، نفهمید که اینا تو مساجد دارن چی کار میکنن. فرع سیدم که همکارش بود. خب میگن که بعد میگفتن چرا من این مغزهای فندقی رو مینامم. ببینیم آقای نیساری چی میگه. بعد میگفتن چرا من اینها رو مغز فندقی مینامم. سوربی جان، دارندگی و برازندگی، همه آزادن همان گونه که دوست دارن لباس بپوشن. اصلا موضوع من لباس نیست عزیزم. جنبش فراجنایی، جنبش ایران بانان به حکومت فردی اعتقاد نداره. ما دوست داریم و پشتیبانی میکنیم از تشکیل و سازماندهی احزاب و سازماندهی فلان اینها و اجنبی ها، همچون سلطنت طلبه های اجنبی نوکر. در رابطه با نیساری ها اگر یادتون باشه چندین نفر در برنامه شما اظهار میکردن که نام و نشانی از نیساری در ایل قشقایی نیست، آنچه را فرستادم گویای درستی موجودیت ماست. شما اگر نگران صحبتهای این و اون هستی، اصلا باید صفحه فیسبوک تو ببندی، عکس تو برداری، هیچ جا ظاهر نشی. چون به مجردی که شما یه جا ظاهر بشی، دشمنان بیشتر ریاکشن یا عکس العمل نشون میدن. بابا میگن یه روزی مصدق
میره خونه انقدر ناراحت بوده گریه میکنه. مادرش میگه چیه انقدر ناراحتی نگرانی؟ میگه خیلی اذیت میشم فلان. میگه شما برو ایستگاه قطار نگاه کن، این قطارهایی که وایسادن مسافر توشون نیست، هیچ بچه کره خری بهش سنگ نمیزنه. ولی همچین که اون راننده لوکوموتیو آمد و یه لوکوموتیو به این وضع کرد و این مسافرها رو نشوندن، شروع کرد به حرکت، بچه های کره خر دنبالش را میفتن، سنگ میزنن، شیشه هاش هم میشکنن. این سنگ و شیشه شکستن ها نباید شما رو بعد میگه حالا از دست اینا اگه میخوای راحت بشی باید تندتر به راهت ادامه بدی، چون اینا تا یه جا نفس دارن بدون دنبالت. بعد یکم که میرن بیرون تر میشد چیز سگای وحشی میمدن دنبالشون یا خستشون میشه. پس شما اگه لوکوموتیوی تو داری و بلدی رانندگی قطار رو یا هدایت قطار رو، کنترل قطار رو، مسافرات و همدوز کاری به اینا نداشته باش، با سرعت پیش بود. در صورت این هم از این. خب دوستان عزیز، این برادر الزواهری رو برید ببینید و ببینید که در مصر چه آتشی زیر این خاکستر نهفته است. همون جوری که تا انتخابات دادن اخوان المسلمین اومد تو کار، بعد اون یکی کودتا کرد اون اومد رو کار، حالا بعدش هم ببینید چه خواهد شد. بله، این آقای الزواهری دوستان توسط انقلابیون آزاد شد. برید دقت کنید، یعنی برید ببینید چه موجودی رو این انقلابیون آفریدن، چون این که تو زندان بود کار نمیتونست بکنه، انگار آفریدن حالا آوردنش بیرون. حالا کی میتونه؟ این داستان ها هست، میگه یه نفر یه چراغ جادو پیدا کرد اینجوری تمیزش کرد، وقتی داشت تمیزش میکرد دست کشید یه جینی، یه قولی از توش اومد بیرون. این قول از زندان مصر آمده بیرون، برادر الزواهری. خب و اما من پریروز رفتم توی انندل بنزین بزنم، دیدم یه سیگارای گذاشته اینجوری سرش پیچیده شده. بعد دیده بودیم تو فیلم ها و اون وقتا هم بچه ها می دیدیم وقتی سیگار خالی می کردن و پر می کردن اینجوری. پسر همه خود من اصلا ماری جوانا می کاشت، شادونه می کاشت تو خونش. به مرده گفتم این سیگاره چیه؟ شکلش مثل ماری جوانا. پسرم عرب بود، گفت بله ماری جوانا، دونه 8 دلار میخوای؟ گفتم نه. به شوخی بهش گفتم اگر مجانی داری بده تو ما آزمایش کنیم. گفت نه، دونه 8 دلار، این دیگه احتیاج به تبلیغ نداره. اینم از این. توی پمپ بنزینای ایالت ما الان دارن ماری جوانا میفروشن، چیزی که تا چند سال پیش خیلی ها به خاطرش تو زندان بودن. شرایط عوض میشه، سعی کنید شما هم با شرایط روز خودتون رو عوض کنید، بدون اینکه به اصطلاح وحشت داشته باشید از گفتن اینکه بله دیروز من اینجور فکر میکردم امروز اینجوری فکر کنم. مصاحبه آقای هادی خورسندی با آقای فانی، با عنایت فانی رو ببینید، نمیدونم مال چند وقت پیش بود، چون میگه 30 سال، الان 44 سال انقلاب شده، احتمالا مال 10-12 سال پیش. و ببینید که هادی خورسندی قشنگ میگه که آقا من برای روزنامه اطلاعات کار میکردم، بعد نمیدونم اینجوری اونجوری، بعد فلان. عوض شدن خودش رو میگه و میگه من 30 سال دارم خودم رو تنبیه میکنم. بعضی وقتا لازم آدم خودش رو تنبیه کنه، یعنی شما اگر یه جا تون میری با ماشین جریمه میدی، بعد ممکنه مجبور بشی چند ماه اضافه کاری کار کنی که اون جریمه و پول بیمه‌ای که اضافه شده، و هر روز که میری اضافه کاری کار میکنی به خودت فحش میدی، یه نوع تنبیه. در صورت قبول کنیم اگه اشتباه کردیم، محکوم شدیم، مجازاتمون کردن، اون مجازات رو به اصطلاح ازش تجربه بگیریم. بله، میگن به خاطر همین برخوردهای مغرضانه هست که من همواره از تکیه بر نام کنار نشستم. کاکو منم موافقم که اگر پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. در صورت اینم از آقای نیساری. دوستان عزیز اجازه بدید من صفحه
آقای نیساری رو به شما نشون بدم، برید با ایشون از اون از اون طریق در تماس باشید. فرزاد نیساری قبلا چند تا صفحه مختلف داشتن، بعد گفتن نه یکی دو صفحه. او اجازه بدید، چه خوب شد اومدم اینجا، تشکر میکنم از آقای نیساری که برنامه من رو. ببینید دوستان، یک کار خیلی ساده است، خرجی هم برای ایشون نداره، ولی من رو مدیون خودش میکنه، میدونی؟ یعنی میگم بابا این آقا، من دارم این همه ازش انتقاد میکنم، ولی انقدر شعور داره، انقدر فهم داره که میگه آقا من دارم برنامه اینو نگاه میکنم، خب برنامه اینو شیر میکنم. شیر کردن چیه؟ همین پایین ویدیوی من یه جاش نشته شیر، شما میزنید میاد تو صفحتون. آقای نیساری میگه ایرانی بیدار باش، پیش از قبول هر اتحادی باید دوست و دشمن را بشناسیم یا بشناسیم. آزادی و استقلال ایران در گرو مردم سالاری و مردم شاهی ایرانیان است. سنگ محک یا محک درستی و نادرستی مبارزین و دادخواهان ایران، پایه منشور یک پارچه شدن ایران است. اگه اشتباه نکنم و یادم باشه، این پایه منشور رو ایشون یه چیزی مساوی با همون قانون اساسی میدونن. فرزاد نیساری خیلی ساده، این پایینم که میای شاخ شمشاد سربی شاخ شمشاد خوش شده، بله اینجا هست و ممنونم. اینجا هم نوشته سه نفر دارن نگاه میکنن، این نمبرها و شماره ها من نمیدونم کجا به کجاست و چجوریه. اینم از این. خب جا داره که از ایشون تشکر کنم و شما هم دوستان اگر نگاه میکنید برنامه رو لایک کنید، اگر روی یوتیوب هستین سابسکرایب کنید. روی یوتیوب یه جایی دیگه هم داره که اونجایی که نوشته جوین، حالا من مال دیگران میبینم نوشته دونیت، مال دیگران میبینم چیزایی، مال من نوشته جوین، اونجا میزنید میتونید اگه میخواین حمایت کنید، از طرق دیگه هم میتونید حمایت کنید. و اما حامد اسماعیلیون توی جلسه بنده خدا گیر افتاد و گفت در آینده برای خانواده مجاهدین دادخواهی خواهیم کرد. اونایی که همسن من هستن یادشونه اوائلی که انقلاب شده بود و دولت موقت اونجا بود، آقای بازرگان سید مهدی بازرگانی همچیز شبا می اومد و خیلی قشنگ حرف میزد. اینم یه جور آخوند بود دیگه، حرف زدن آخوندا میدونی شما رو میتونه توی یه دقیقه گریه بندازه، یه دقیقه بعد بخندید. در هر صورت یه دفعه خیلی ناراحت شده بود، ازش ایراد گرفته بودن تو مجلس و فلان اینها، اگه اشتباه نکنم فکر کنم راجع به خلخالی بود، گفت کسی که به ما نریده بود کلاغ کندریده بود. منظورش یکی از اینایی بود که آخوندایی بود که بهش گفتم. حالا کسی که به این جنبش نریده بود این خانم یاسمین پهلوی کندریده بود. حالا چرا بهش میگه کندریده بود؟ هم برای که ضرب المثل درست در بیاد، هم برای این کارهایی که کرده و عکساش دیگه دارید میبینید و اون مربی یوگا و نمیدونم فلان. اگه ایشون میگه کندریده نیست، میاد آزمایش بده ما ببینیم هست یا نیست. کسی که به جنبش نریده بود یاسمین پهلوی کندریده بود. وقتی که این بیچاره حامد، و ببینید حامد اسماعیلیون اینا، ببینید الکی همشون افتادن تو این جریان. تنها کسی که تو این جریان بود و میخواست باشه و تو هر جریان دیگه ای پول میسازه این معصومه قنبل نژاده، مسیح علی نژاده، که امروز یه فیلمش اومده بود بیرون که این تو جزایر هاوایی رفته لای درخت ها اشوه‌گری میکنه برای کامبیز، نمیدونم شوهرش کیه، برای اون. بعد نوشتم این هم زشت سیرته هم زشت روه و لختم بشه ایش که نگاش نمیکنه، یه پیرن آسین کوتاه پوشیده و یقش هم باز و اینها. بعد زیرش هم مردم نوشته بودن یکی اینو از سیم برق بکشه بیرون. حالا خانم یاسمین خانم چرا با کونه پاره ریده بود به این جنبش؟ حامد وقتی توضیح میده میگه که ما نه تنها امروز باید دادخواه اینایی باشیم که کشته شدن، من نه تنها دادخواه این هستم که زن و بچهش توی هواپیما کشته شده، میگه ما حتی مجاهدینی هم که سال 67 اونجوری کشته شدن باید براشون دادخواهی کنیم.
ولی از خودتون بپرسید چرا یاسمین پهلوی میپره وسط؟ این نگرانه که خب فردا میگن بریم یکم عقبتر، آقای پرویز ثابتی هم باید بیاد، دیگران هم باید بیان، تا اونجایی که زنده هستن. ما همین چند مدت پیش یه 90 و چند ساله رو آوردن دادگاه توی آلمان، توی اینایی که مال نازی ها هستن و فلان اینا. در صورت یاسمین خانم از اونجا نگران شده، چون خودش هم وکیله، میدونه که اگر آقای حامد اسماعیلیون امروز دادخواهی میکنه برای دادگاه هواپیما، فردا برای مجاهدین، پس فردام کشته شدگان تپه اوین یقش رو میگیرن، فرح خانم و نمیدونم رضا پهلوی و اینا. وای وای وای، یه فیلمی هست فرح اینجوری قوزی میاد، میدونید که فرح رو بهش میگن دودکش، چیمنی، آمریکایی‌ها میگن ها. محمد رضا رو میگفتن کریسمس تری، از بس درختای جایزه به خودش میزده. البته یه عکسی دارم از کره‌ای‌ها، اونم بهتون نشون بدم، جالبه که این کره‌ای‌ها هم نه جنگی رفتن نه جایی رفتن، ولی چقدر ارتششون اینجوری به خودشون مدال میدن. نگاه کنید، من نمیدونم، به جای حقوق مثل که به اینا مدال میدن. بذارید ببینم پلیر دو رو نگاه کنید دوستان، پلیر دو، پلیر دو نگاه کنید. واقعا یعنی خود اینا خجالت نمیکشن یه لباسی رو انقدر با این مدالا آویزون کردن؟ شاه هم همین کارو میکرد، یکی نبود از شاه بپرسه آقا شما تو کدوم عملیات شرکت کردی؟ میدونید که این هر کدوم از این خطای آبی قرمز اینا که این بالا بود، حالا اون علامت چتباز اون بالاش، اینا هر کدوم یه معنی خاصی داشت. مثلا این نشون میداد رفته فرانسه دوره دیده، این نشون میداد دوره توپ و تانک رو دیده. این مردی که هر چی دلش میخواست میرم میخرید میزد اینجا. من یادمش سر خیابون زند بود، شما وقتی میرفتی لباس ارتشی کلا اینا آورده بدی، از این نپرسی تو کجا هستی؟ تا اگه تو ژاندارمری هستی نمیتونی مثلا کلا نیرو هوایی بخری، میدونی؟ مثل الان نبود که میبینم ایرانی ها لباسشون شده لباس های ارتشی و فلان اینها، وقت گله میکنن چه لباس شخصی داریم. خب از بس شما بد استفاده میکنید از لباس ارتشی اینها، آخوند چی بهشون بگیم؟ واقعا اونا هم میان لباس شخصی ها رو میفسن تو. البته اینجا هم همین هست، شما میتونی برید تو سورپلاس و دیدید حتما این اینایی که خلبان بودن یه روزی از اون تیمسار دیوونه روانی روحانی یا اون آقای ملک متعیه کیه، میان میشینن ماشالله شکم از من گنده تر افتاده توی این، بهش میگن توی ایران میگفتن بیلر سوت، اینجا میگن جم سوت، این لباس های یتیکه که من همیشه هر وقت اینا رو میبینم فکر میکنم که این اگه میخواد بره توالت چه خاکی به سرش میکنه. البته یه دو نفر ساخته بودن که پشتش هم زیپ داشته باشه بشینه و اینا، حالا دیگه داخل معقولات نمیشین. بله اینم ماجرای این خانم یاسمین پهلوی کوندریده و کسی که به جنبش نریده بود، یاسمین کوندریده بود. و ببینید چجوری حامد اسماعیلیون کم محلی میکنه به شازده وقتی میگه حالا همتون تو دوربین نگاه کنید فلان، این نگاه اومده شو اجرا کنه. باز از طرفی نگاه کنید که یک آپارتمان خوش منظره احتمالا توی فرانسه جایی این رضا پهلوی تمرگیده، مادرش میاد بعد میگه خیلی کار میکنی خسته شدی. همون موقع این صفحه کامپیوتر فکرم داشته چیزای سکسی نگاه میکرده میبنده، بعد مامانش میاد میشینه اونجا، رضا پهلوی هم میگه آره از 8 صبح تا 8 شب، بعد میگه خب ننه جون یکم کمتر کار کن، منم شلغم ببندم به تخم بابات ببینم. بعد یه سری احمق میگن این 40 سال تنها داره مبارزه میکنه. میگم چرا میگین تنها؟ میگه برای که هیچ رسانه‌ای نبوده. میگم بابا گور پدر شهرام همایون، ولی 100 بار گفته آقای پهلوی اگه بخواد بیاد، گور پدر اون آقای نادر دورمانی تلویزیون اندیشه رو زد، همه اینا پول ریختن گفتن این مرده که بیاد یه اتفاقی بیفته اونا پولشون رو برگردونن. بعد این پولای دوزی که این مردک داشته میرم یه رسانه درست حسابی میزد، یه 4 سبایی اومد یه لپتاپ انقدی گذاشت، اینم از کونگوشادی و تنبلیش ادامه نداد، چون باید سر یه ساعت معینی می‌نشست اونجا مردم ازش سوال می‌کردن. خب
حاج ممرزا مساوی سیرک باز با لباس هم تراز. لباس هم تراز. خب دوستان عزیز اجازه بدید من ببینم چند دقیقه است که با شما بودم. 1 ساعت و 20 دقیقه گذشت. چه خوش گذشت. بله این در رابطه با چپ چی هست دوستان، برید بنویسید با فارسی چپ چیست. اصلا بذارید من اگر لینکش باشه بهتون نشون بدم، برای یه بار یه نفر توضیح بده. آقا چپ کسیه که میگه همه جامعه باید از یه رفاه نسبی برخوردار باشه، حالا یه به صورت رادیکال یا به صورت برنامه های پیوسته پروگرسیو میره جلو. راست اونایی که همش میگن ما درست هستیم و حالا با هر زور و من چیزی که دستشونه استفاده میکنن میخوان اهداف خودشون برسون. این هم فکر کنم از زمان فرانسه، مجلس فرانسه و انگلستان، اینا این ور می نشستن، اینا این ور می نشستن، به این میگن چپ به این میگن راست. حالا یه نادانی که دیپلم هم نداشت، ببینید چگونه این شاه از ترس کمونیست ایران رو داد دست کمونیست. یکم فکر کنید، ایرانی که دست سرمایه‌دارا بوده، آمریکایی بوده 100%، به وسیله نادانی شاه الان افتاده تو دامن کمونیست چین و چیز. شما حتما میگید آخوند، آقا آخوند کاتالیزور یا مواد فعال این بوده، ولی شاه و فرع بودن، فرع کمونیست بود که دوستان یاران غار خودش آورده بود اونجا، و شاه احمق هم با اون آقای علم به خوشگذرونی و همجنس بازی و هر روزی با یک کسی و هر شبی. خیلی ها دیدید حتما یه ویدیویی هست میگه رضاخان وقتی رفت ترکیه تنها سفری کرده بود ترکیه بود، گویا مسئولین ترک برایش یه زن جوان آورده بودن که شب تنها نباشه، این صدا میزنه این زن اینجا چی کار میکنه ببریدش. میگن آقا چرا، حالا که خانومات نیستن، ماشاءالله 3-4 تا زن داشته خودش تو ایران از تاج الدوله و نمیدونم ملوک و سلطنه و فلا پلنگ و سلطنه و فلا. خلاصه رضاخان میگن، حالا اینایی هم که میگن همشون دیدی که تو رخت خواب خامنه ای هستن، توی اتاق خواب و بغل وافور رضاخان بودن، گفته نه اگر من امشب با این زن بخوابم بعدن که اینا میان ایران من باید 4 تا زن ایرانی بهشون تحویل بدم. اینو داشته باشی. خاطرات علم میگه یکی از اینا اومدن ایران، بعد شاهنشاه دستور دادن ازشون خوب مراقبت کنیم. فردا گفتن چطور بود، گفتیم خوب بود، خیلی براشون چندین زن بردیم و اینها هم لذت بردن. گفتن مریض نشن، یعنی از این زنا. گفتن نه زنا همشون پاک بودن. حتما علم گفته خودم قبلا امتحان کردم همشون پاک بودن. حالا ببینید شما این وزیر دربار و این نخست وزیر و اونم شاه عقب افتاده. خب بعد از این نمیخواین ختم بشه به آخوند، بگذاریم. اینجا نوشتم سوراخ موش بخر، توماج بیچاره امروز کجاست؟ آیا توماج کارگر فقیر و پابرهنه است یا یک کسی که باباش کارگاه تراشکاری داره؟ بعد گویا باباش و مامانش هم از قدیم اینا فعال بودن، و اینم یه ضربه دیگه ایه که بعضی وقتا وقتی پدر و مادری فعال هستن بچه هاشون هم ضربه میخورن، همون راه رو ادامه میدن. حالا دیگه نمیتونی هم بهشون بگی بابا من اشتباه کردم تو این کار نکن. در صورت توماج رو یک نگاه دیگه بهش بکنین، اونجوری که من و شما دیدیم نبود. اون روزها روزهای احساساتیمون بود. اتفاقا رپرای دیگه ایران بهش ایراد میگیرن، میگن تو داری از فقر مردم، از این اوضاع سوء استفاده میکنی که دیده بشی شنیده بشی. البته اون میگه من نه احتیاج به کنسرت دارم، نه پول میخوام فلان، نه خب خدا شد. و اما بزرگترین افتخار جنبش ما خانم کارداشیان با نمیدونم چندین میلیون نفر فالوور 3 مرتبه از مهسا و جنبش زن زندگی صحبت کرده در نوشته هاش. حالا شما از خودتون بپرسید فالوورای یا دنبال کنندگان کارداشیان کیا هستن؟ یا دنبال کون گندشن؟ یا دنبال لباساش هستن؟ چه فایده داشت که ایشون 3 بار بگه یا 300 بار بگه یا 30 میلیون بار بگه؟
از اون ور ما خانم نازنین بنیادی رو داریم. شما این نازنین بنیادی میدونید کیه؟ برید ببینید زندگیشو بخونید که مادرش اینو چجوری دادن به اون، از لحاظ مذهبی به اون ساینتولوژیست که بره بشه زن تام کروز، آخرم نشد. و بعد برید ببینید برای هنرپیشه شدن چجوری زیر دست و پای اون آقای موجود کثیف و زشتی هم از کریه المنظر و اینشتن یا همچین چیزیه بوده، حالا اومده همش هم میشینه اینجوری نگاه میکنه. نگاه های نازنین بنیادی تماشاییه، فکر کنم تو مغز میگه عجب گوی خوردم، من چیکارم به این کارا؟ میرفتم یه جای فیلم بازی میکردم، یه لخت میشدم، خودم نشون میدادم، یه پول میگرفتم میرفتم. حالا اومدم اینجا، اون ایراد میگیره، اون ایراد میگیره، حرفم زیاد نمیزنه. یعنی این خانم قنبل نژاد مسیحی که نمیذاره کسی حرف بزنه. خبرنگار بی بی سی این پسره کلباسی 22 بهمن 1357 دنیا اومده. این یکی از اونایی که درس خبرنگاری رو خونده و از خارج هم استخدام شده برای بی بی سی. خب حالا فوشش میدن تو تظاهرات، بعضی هم میخوان بزنن چینا بماند. از آقای رضا پولوی میپرسه آقا شما قول دادید یه صندوقی درست میکنید پول برای کار، این چی شد شما انقدر قول میدید وعده هایی که عمل نمیشه؟ زنکه هرزه این مسیح علی نژاد میکروفون رو برمیداره میگه من دیدم تو به من نگاه نکردی، نمیخوای من جوابت بدم، ولی من جوابت میدم. ببینید این چقدر دریده است، نمیذاره اون بگه که بعد بگه آقا شما چند مدت پیشم 2 میلیون 3 میلیون جمع کردید، کجا رو این پولا آقای رضا پولوی؟ خب و اما ترامپ محکوم شد، این هم اول برنامه گفتم، فعلا باید منتظر باشیم سه شنبه آینده ببینیم ترامپ باز مردم آمریکا رو واقعا دعوت کرد به یه جنگ داخلی، ولی مردم آمریکا دیدن بابا اشتباه کردن، اصلا از این مردک دفاع یعنی حمایت کردن اینا بمانن. من امیدوارم حتی برای یه روزم اگه شده دستبند به دستش و پابند به پاهاش بزنن، و یه ریه روزم که شده بره زندان. بعد خیلی ها میگفتن حالا بره زندان اونجا مسلمون میشه. توی ایران وقتی یه کسی رو میگرفتن سرشو میتراشیدن، بعد اینجا این از این خبرها نیست. چه خوب میشد که سر این ترامپ رو با این موهای قلابیش بتراشن، نه خنددار میشه. در صورت باید منتظر بود و صبر کرد. بله باز اینجا نوشتم برنامه داشتن در تلویزیون مردم. دوستان شما میتونید پیام بذارید، چه از چه به وسیله واتساپ با شماره تلفن 202 کجای تلفن افکت 2 همین، بله این اصلا نگه دارم، این واتساپ ماست 201. بعضی هایی به علاوه بذارن بعد 1 و 202، خودمون میفهمه چی کار کنه. میتونید پیام بذارید، اگر من بیرون از استودیو تو جاده ها نباشم بهتون صحبت میکنم، ولی پیام بهترینه. شما پیام میذاری وقتی که شما وقت داری، 2 صبح 3 صبح 5 صبح 12 شب، منم وقتی که از خواب بیدار میشم میام سر کار گوش میدم، نه شما مزاحم من میشین نه من مزاحم شما میشم. تو پیامتونم بگید که به قول اون دوستمون دردت چیه، آیا من درمان دارم یا ندارم. خیلی ساده میگم نه من نمیتونم این کار انجام بدم. خب اینم از برنامه داشتن. برنامه مجانی میتونید داشته باشید برای خودتون، تو فیسبوک، تو اینستاگرام، آقای چیز تو اینستاگرام برنامه داره دیگه، همین آقای آپتین. خب اینجوری میزنی اینستاگرام که باز شد، این اینستاگرام که باز شد، باز دوباره همین پایین میزنی، میاد اینجوری میکنی، میاد لایو، ببینید لایو رو میزنی، اوکی حالا که لایو اومد اینو میزنی، چکینگ کانکشن، یو آر نایر. باورت میشه؟ باورت میشه به همین سادگی الان ما لایو هستیم در اینستاگرام. کاش که از اول این کار کرده بودم، با یوتیوب زدم، یوتیوب رو باید بنویسی تایتلش چیه فلان. دوستان از تلویزیون مردم دیدن کنید،
توی این برنامه درباره برنامه داشتن مجانی، کم هزینه یا با هزینه، والا اونم کمه صحبت میکنم. بفرما. ما الان تا زدیم دو نفر اومده. خب دوستان اینجا هستن، امین موسوی و سبا شو. سبا سال نوت مبارک. آقای سبا خان، من اولین باره که با اینستاگرام زدم که نشون بدم به دوستان چقدر ساده است برنامه خودشون رو داشته باشن. این بنده خدا سبا اون موقع اینقدر زحمت میکشید، پول خرج میکرد، ویدیو میساخت، میرفت میومد، الان وای میسه کنار شومینه، میگن چی میگن، کنار فایر پلیس منزلش یه تلویزیون هم میذاره، گاهی وقتی عکس نشون میده، در حد امکانش وسایلی که داره. دمت گرم آقا، به کارات ادامه بده، ولی برید برنامه‌هاش ببینید. برنامه‌هاش برنامه فرهنگی. آقا این فرهنگ یعنی چی؟ دردمون رو اگه بدونیم درست بشه، فرهنگمون درست میشه. فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا هم هست، حالا بعضی نمیخوان چی باشن. خب خیلی هم خوب، ممنون، متشکرم. و بله به همین آسونی، این مجانیه. ولی شما نمیتونی به من بگی سوربی بیا بشین اینجا ساعت فلان روز فلان. خب من با آقای شادانلو دو بار، چون به ایشون ارادت دارم، لطف کرد وقتی من رفتم فرانسه، گفت اگه میخوای بری دیدار آقای بنی صدر بیا بریم. با ماشین خودش منو سوار کرده برده اونجا و اینا. خب آدم که خر نباد باشه که. میگن به کوه آواز خوش ده تا خوش آید، یک میگه سلام، میگه علیکم السلام، میگن به سنگ شما حرف بزنی جوابت میده. ما هم گفتیم ایشون دعوت کرده از ما برای برنامه، روم نشد بگم آقا من چیزی ندارم برای گفتن. گفتم میام هر چی سوال کردی، اونی که میدونم میدونم بهت میگم، اونی که نمیدونم میگم. دو بار نشدی بنده خدا، گیر افتاده بود تو ترافیک همین همین اعتصابات فرانسه. برید ببینید خیابونای فرانسه چی شده، چه آشغال دونی شده. برید ببینید فرانسوی ها رو چجوری پلیس میدوه میزنه روشون را میره، ولی من و تو اینو نشون نمیده، اینترنشنال نشون نمیده. اتفاقا یا من و تو یا اینترنشنال یکشون نشون داد، گفت نگاه کنید چقدر اینا مرتب میان بیرون، چقدر هم پلیس کاری بهشون نداره. اون ورش زخمی ها افتاده رو زمین ها، خود پلیس ها دارن میکشنش این ور. میدونی ما کسی رو نداریم که بهش اطمینان کنیم. چه کار باید بکنیم؟ باید به همین سبا گوش بدیم. خب باید برنامه سوربی رو گوش کنیم، ولی باید حمایتشون کنیم. در صورت من به نوبه خودم ممنونم از اینایی که به هر مشکلی که هست با همه نبود وسایل. من یادم سالها پیش یه دفعه سبا برای من یه برنامه درست کرد، گفتن سبا جون این میکروفونش خوب نیست، بیا این میکروفون سونی 6 دلار براش فرستادم. بعد تو برنامه بعدیش دیدم قشنگ چسبوندتش سر یه میکروفون دیگه. دمت گرم. ولی امروز میشینه با یکی دو تا تلفن و نمیدونم تلویزیون اینا برنامه میذاره. مرسی 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 آقای سبا خان، ببخشید اگه اونور نگاه میکنم. آقای شیزاد جلیلی هم اینجا هست و شیدا زند، از اون زندای شیراز هستید یا زندای لوره؟ بله حاج پسرک شنگول مثل چی؟ دایاد الکتریکی کار میکنه، یک طرف پول که میاد تو دستش یه دیگری رد نمیکنه. دوستان دایاد یه وسیله هست، خطم که میکشیدیم اینجوری میکشیدیم، یه علامت میزنیم جلوش، از یه طرف جریان برق رو رد میکنه، از یه طرف رد نمیکنه و توی الکترونیک موارد استفاده زیادی داره. یادش بخیر وقتا تو خیابون داریوش میرفتیم این دایود و مقاومت و ترانزیستور و اینا رو میخریدیم. دوستان در اینستاگرام ازتون خداحافظی میکنم. برنامه من تا یه نیم ساعتی دیگه روی یوتیوب میاد، اونجا ببینید. اگه کسی لطف کنه اونو بلد باشه روی اینستاگرام بذاره ممنون میشن. اون بار این کار رو آقای شاهین خان کرده بود و یه 43 نفری هم اونجا رفتن. اینجا میگه ویو، چشم، ویو، 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 یعنی دست تکون بده برای این دوستان. بعضی وقتا میگفتن آقا ما سلام کردیم شما یه دو می تکون بده. چشم، برای چهارتاتون ویو کردم. روز و روزگار شما خوش. از اینستاگرام خداحافظی میکنیم. بله این لایو اینجا میزنی تموم میشه. میگه تمومش کنم؟ میگم بله.
خب این حالا اینجا ازت میپرسه که این برنامه رو چجوری شیر کنم، tag people add to series add fundraiser advanced setting، که من حوصله اینا رو ندارم. خیلی هم ممنون و متشکرم. خب ببینیم دیگه چی داریم. و اما دادگاه لاهه و آزادسازی 2 میلیارد دلار پول ایران که توسط آمریکا به اصطلاح مسدود شده، نگه داشته شده. دادگاه لاهه هم یک کمی اینا رو سر کار گذاشت، بعد گفت این پرونده در صلاحیت ما نیست که انجام بدیم، ولی هر دادگاهی شما بری شکایت ایران بکنی پول میدن، از پول میدن، میگن برو ما از پول آخوندا ور میداریم. آقا این پول پول آخوندا نیست، پول ایرانیان. البته میدونم الان ایرانی ها میگن آقا وقتی این پول رو میفرستن آخوندا میگیرن باهاش اسلحه میخرن لبنان این ور اون ور. بریم یه چند تا عکس هم ببینیم که این پرونده لایو ما خالی بشه، بعدم یه دو تا چی بخونیم و بریم به کار و زندگیمون برسیم. یک شنبه 13 بدر در اینجا ویرجینیا و مریلند برنامه های زیادی هست. آقای مهدی تبریزی قرار بود برنامه داشته باشه، گفت چون دیگران گذاشتن به جایی که 4 تا از اونا بیان 4 تا از ما برن اون بر، من تعطیل کردم که اونجا باشه. بذارید من به این بگم سعید جان من روی برنامه هستم، بعد از برنامه بهت زنگ میزنم. خواهش میکنم، مرسی. خلاصه بله آقای مهدی تبریزی برنامه 13 بدرش رو کنسل کرد که اونای دیگه قوی تر پرجون تر بشن و برنامه ای داره برای اون به اسطلاح پرید بهش میگن. پرید یعنی مثل راهپیمایی، ولی راهپیمایی تظاهرات نیست، بزرگداشت ایران و فرهنگ ایرانه. حالا امسال حتما به خاطر جنبش زن زندگی آزادی یه رنگ و بوی دیگری خواهد داشت. من تو 2-3 تا از این برنامه بودم، فیلم بردار اندی بودم و اینها، و اگه کسی نرفته به نظر من پیشنهاد میکنم بره، دیدنش خوبه. اگه کسی هر سال رفته صبح ساعت 4 ساعت باید سوارش بری، 4 ساعت عصر بیای. این دوستان ماشاءالله از اینجا که سوار میشن میزنن و میرقصن و اینها، من تحمل اینقدر سر صدا ندارم. عصر که برمیگردن یه کمی آروم ترن. خب این عکسی که ما اون روز نشون دادیم و همه زندگیمون رو ریخت به هم این بود. تشکر میکنم از آقای خسرو بهرامی. بعد اینم بذاریم اینجا افکت 2. حالا بیایم اینجا ببینیم عکس بعدی چیه. آها اینو پاک کنیم. بله آقای سهراب چمنارا هم کتابش رو به انگلیسی نوشته. تصور کنید فروری یا نمیدونم براندازی مثلا قانون اساسی آیت الله. اگر کسی تو کارهای گرافیک و اینها وارد هست، ایشون دنبال یک کسی میگرده که براش روی جلدش رو درست کنه. به من گفته بودن، من به یه نفر گفتم، گفت این عکسایی که فرستادید کیفیتش کوالیتیش خیلی پایینه و مشکله، اگر عکسایی با کیفیت بالاتر دارید بفرستید. حالا ببینیم چی میشه. خب این عکسم رفت، بریم سراغ عکس بعدی. بله اینم اون روز نشون دادم، همون راننده ای که تو جاده اگزیت یا خروجی رو به خاطر که از دست نده میزنه پدر چند تای دیگر در میاره. این عکسم پرید. بله آقای اکبری دوست خوبمونم اومدن. آقا این برنامه رو بعدن روی یوتیوب نگاه کن، نظرتو بگو. امروز دیدم یک کمی داری از تنهایی گله میکنی. تنهایی نعمت بزرگه بعضی وقتا، به همین خاطر گفتن دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. این تنها منظورشون نه نفر تنها، تنها آدم ها، ولی معمولا اینو کسایی میگن که با خانوادهشون هستن. و من به خودم اجازه نمیدم به کسی بگم چه چیزی خوبه چه چیزی بده، ولی به دوستان پیشنهاد میکنم که در هر شرایطی که هستن پیدا کنن دوست و یاری که بتونن باهاش صحبت کنن. و اما این نشون داده که خب اینو میشه برای قدیم گفت،
ما برای دخترمون توی آلمان یه گالسکه اینجوری گرفته بودیم، خیلی هم گرون بود، مثلا اون موقع 290 مارک بود، ولی عین ماشین بود، باور کنید با چرم مثل کمک درست کرده بودن تو این همین. بذارید من همه شو بهتون نشون بدم، یه لحظه. این خیابونای آلمان خیلی هاش سنگ فرشه، مثل پشت مسجد وکیل و حمام وکیل و اینا. بعد واقعا مشکل بود با گالسکه و یه بچه دیگه ما داشتیم و اینها. بعد حالا چی هم خریده بودیم از فروشگاه بذار تو این، ولی این گاریه انقدر چرخاش، این کالسکه انقدر چرخاش بزرگ بود و انقدر کمک بندیش و اینا خوب بود. والا آقای دانشگر، دلیلی که به یوتیوب وصل نیستیم، چند بار به یوتیوب وصل بودیم، وسط برنامه اذیت کرد، سیستم کامپیوترمون هم ریخت به هم. این باید یا دو تا سیستم داشته باشیم، یا ما وقتی یه کاری میکنیم یکی از دوستان از اون خروجی بگیره. چی کنه که آقا ما همینجا هستیم، شما هر وقت این مسئله برات اومد که سوربی آقا یه مغازه قهوه خونه کوچولو داره، همین، نه بهش بگیم بیا شماره دوشو بزن، نه بگو آقا بیا بریم خیابون زن، نه آقا من همین سر دوزک سر دوزک. میدونی چرا میگن سر دوزک آقا اکبری؟ گویا اونجا دژ بوده، دژک، یه دژ کوچولو بوده، بعد تبدیل شده به سر دوزک. الان اونایی که میخوان چیزها رو با قیمت خوب بخرن میرن سر دوزک شیراز. خب شما که ما رو میبینی اینجا، همینجا ببین، برای دوستان بذار و دوستان دیگه هم تو یوتیوب. بله، این نوشته این خانم کامپیوتر و کیبورد گذاشته اونجا، مانیتور اینم زیرش. این روزا اینجوری نیست دیگه، لپتاپ میذارن، یه چیز، یه فقط تبلت میذارن جلوش یا تلفن. میگن تو ژاپن یکی از شیوه های غیر مستقیم مردان برای خواستگاری پرسیدن این سوال است: حاضری لباس هایم را بشوری؟ از معشوق، نه از خانم. حالا فکر کن تو ایران بری خواستگاری اینو بپرسی، جوابایی که میشنوی چیه؟ نوکر بابات غلام سیاه بود، زن میخوای بگیری یا کلفت؟ همونو بده ننت بشوره، لباسای منم تو باید بشوری مرتی، که من خونه بابام دست به سیفیتسیا نزدم بعد بیام لباسای توی چلقوز رو بشورم. خب دیگه ببینیم چیه. بله دوستان، واقعا از بیرحمی ما انسانها هر چی بگیم کم گفت. نگاه کنید این الاغ بیچاره، حالا نمیدونم یه خورده حنا و رنگم مالیدن به پیشونیش و دست پاش و اینها، حالا زیر این همه بار افتاده زمین، این دو نفر تلاش نمیکنن این گنیایی که چیه بردارن بذارن زمین که این بارش کم بشه بتونه قد راست کنه. من نمیدونم این جانور دو پا چی بود که خدا اینقدر از آفریدنش به خودش افتخار کرد. اینم عکسایی هست که به شوخی برای عید میچرخه، نوشته: صمیمانه منتظر حضور گرم شما عزیزان برای دید و بازدید عید هستیم. و اینم تزئینای بی خودی دیگه، مثلا خورش قرمه سبزی، یا ما میگیم خورش سبزی تو شیراز، شما بیای حالا لیمو امونیشو نمیدونم اینجوری لوبیا بذاری یا جنگ، خب قشنگه ولی حالا اولین قاشق که زدن توش خراب میشه، نمیدونم دیگه چی بگم. و اما اینور شراب و انگور، اونور شطور و ادرار. بهتون بگم دوستان، حالا شما میخواد خوشتون بیاد میخواد بدتون بیاد، آقایی در تلویزیون مردم برنامه داشت به نام بهمن احمدیان. این آقا توی شرکت‌های داروسازی و اینها خیلی هم وضعش خوبه و پولدار و اینها. این به من یه دفعه گفت: آی سوربی، من دارم میرم هندوستان، اونجا ما یه آزمایشگاهی را انداختیم، چون ادرار گاو، این پوستای چی بهش میگن، پوست بدن و اینها، بعضی ها دستشون سفید میشه همیشه میخارن، بعضی ها تا آرنشون زخم همیشه، آلزایمر که مال مغزه، نه، خلاصه میگفت این ادرار گاو دوای اینه، باورتون میشه؟ خب من یه چی بهتون بگم شاید باورتون نشه، ما فوتبال میرفتیم باغ کلانتری بازی میکردیم، هر کی میخورد زمین جایش زخمی میشد، اگه خودش میتونست میگفتن بشاش روش خوب میشه،
راست هم میگفتن. اون دفعه تو تلویزیون گفتم یه نفر نوشت برای که فلان مواد داره حتی زخمو میبنده. اگه یه جایی بود که با وسیله خودش نمیتونست بریزه روش، اونای دیگه میشاشیدن روش. در صورت این هم از این کهیر هم نه، نه کهیر، نه کهیر یا رش فرق میکنه. عجب پومادم هست میخرن میزنن. من عمم بیچاره دستش اینجوری بود، همیشه میزد، بعض وقتا حتی دستکش پارچه‌ای میپوشن که نخارننش. نه کهیر، نه کهیر میدونم. شما مثلا یه چیزی میخوری گرمید میشه، سردید میشه، بهش حساسیت داری اینا. خب در رابطه با عید باز دوباره این رو هم ساختن، از گرونی آجیل و پسته و اینها حکایت میکنه. یه بیستای چاقو گذاشته نوشته تنها راه نجات آجیل از دست فامیل. و حالا این آقای مارادونا که چند مدت پیش فوت شد میگه که ستار دادور، سفر دادور، کاکو لطفا زندگی ما رو به هم نریز، اگر چند تا عکس از رانندگی در ایران میفرستم با واتساپ. اگر اگزما، باریکلا 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 آقای دادور عزیز، اگزما، بله اون کلمه اگزما بود دنبالش میگشتم. ببینید دوستان، همیه همگان را به اصطلاح، همه چیز را همگان دانن. حتی منی که اگزما را میدونستم، کهیرم میدونستم، ممکنه یه جای برسه یادم نیاد، هی اگزما رو با آلزایمر اشتباه میکنم. اون وقت دوست خوبمون سفر میاد، یه جرعه چای نوشیدم، سفر میاد میگه آقا بفرست عکسارم، هیچ مشکلی نداریم. آقای مارادونا که رقصای عجیبی هم میکرد، گویا این آخر عمری هم خیلی زنباره و مشروب خور اینا شده بود، خلاصه فوتبالیست خوبی بود و مرده، میگه وقتی به واتیکان سفر کردم دیوارهایی را دیدم که با طلا ساخته شده بودن. پاپ گفت شما باید کمک کنید تا بتوانیم به فقرا کمک کنیم. با خودم گفتم چرا دیوارهایشان را نمی فروشند؟ مرد حسابی، به پاپ همینو می گفتی که تو تاریخ ثبت بشه، با خودت گفتی؟ خب اینم فوتبالیست مردمی ما. و اما تالاش شده توی بیابون مثلا آفتابه رو بذارین وسط میون دوتا زانوتون، دست خودتون رو بشورین، صورت خودتون رو باش بشورین، آبی که توش بود توی بطری. این آقا یک ظرف 5 گالونی رو، یعنی 25 لیتری آب ریخته، چقدر فکر خوبیه، یه لگن هم گذاشته اون زیر، قشنگ داره شامپو میزنه و میشوره و یا علی مدد ابتکار. میگه اگر جهان روزنامه باشد، آمریکا بخش سیاسی روزنامه است، اروپا هنر و ورزش، آفریقا قسمت نیازمندی ها، چین اقتصاد و خاورمیانه هم قسمت حوادث. کاملا درست. بله اینجا نوشته که شاه عامل اصلی قدرت یافتن روحانیون در ایران بود. او با سرکوب نیروهای مترقی عملا راه را برای آخوندها باز کرد. او با ساختن 50,000 مسجد عملا پایگاه خوبی را در اختیار روحانیون برای سازماندهی قرار داد. او خود را موظف می دانست در بسیاری از تصمیم گیری ها به جای تکیه به دلسوزان و متخصصان با روحانیون مشورت کند. این علاقایی که فکر میکنن شاه خیلی پیشرفته بود برای که 2-3 سال رفته بود تو سوئیس با اون سن کم، اونجا هم رفته بود پرستار حامله کرده بود، اونجا هم رفته بود پسرار زده بود، یه کتک سیرم اونا بهش زده بودن، دیپلم نگرفته، مثل خر وامونده، مثل چک برگشتی برگشت ایران، ولی برای باباش سوغات آورد. چه سوغاتی! آقای ارنست پرون 10 سال از خودش بزرگتر، حالا دیگه شبا چی کار میکردن؟ کی کیو میکرده؟ گو به ما چه؟ بله که براحتی توانستن انقلاب 57 را مصادره کنن. خیانت شاه به ملت هرگز فراموش نخواهد شد. اینجایی که شما نوشتی 50,000 تا مسجد درست کرد، بعض شاه اللهی ها میگن مگر شاه درست کرد؟ نه، اون با حماقتش کمک به درست کردنش شد.
و اما این به نظر من خیلی قشنگ بود، میگه من حساب کردم تا برای امسال پولمون تا اینجای مسافرت میرسه که بریم سوار بشیم، ولی نه هواپیماییه نه خبری از مسافره. این آقا هم من هرچی فکر میکنم نمیدونم سر یا اصلا به عقلش نرسیده که خب یه جورایی هم تقصیر اونان. ببینید این شیشه و این سوراخ ها یه قانون ننوشته ای داره، شیشه گذاشتن همدیگر رو ببینن، اونا آمدن روش آگهی زده ارومیه تبریز قم فلان. البته اون دوستی که برای من فرستاده بود یه کمی به تبریز به ترکا چیز شده بود، نوشته بود ببین ترکا چی کار میکنن. گفتیم بابا حالا ممکن بود این سرش تو این رفته اونجا دیده نوشته جلوش سرش آورده پایین کرده اینجا یکی نشته بود، حالا این سرش چجور در میاره. اگه دقت کنید ببینید اینجا بازه تا پایین، همچی هم گرد و تنگ نیست، ولی الان که شیشه و نمیدونم سوراخ و اینا همه جای دنیا هست. و اما اینم آقای رضا تنبل نوشته برای من جمهوری و پادشاهی فرقی نداره، خیلی کاریکاتور قشنگیه، نوشته جمهوری ولی وسطش برای خودش یه تاج درست کرده. میگه آخوندها از زمان ساسانیان، قاجار و صفویه بعد پهلوی جان گرفتن، انگلیسی ها هم تقویتشون کردن. بله ما با شما هستیم، ولی نسبی اگه حساب کنی اینایی که هی میگن نمیدونم شاه چیز بود سکولار بود نمیدونم رضا خان ضد آخونده بود، اصلا همچین موضوعی صحت نداره. و در دوره 53 ساله یا 57 ساله این دو پهلوی بیشترین مساجد در ایران ساخته شد. خب یه موقعی فکر میکنه آقای اکبری این برای شماست، یه موقعی فکر میکنم چرا کسی حال منو نمیپرسه، بعد یادم میفته حتما کارشون گیر نیست. این یه صفحه دومم داشت نوشته بود خیلی خوشحالم که کارشون گیر نیست، گرفتار نیستن و به من احتیاج ندارن. خب این چیه؟ آها این یه چیزی خریدم، یه صندلی خریدم، ولی ترسیدم از اونجایی که خریدم عکسش گرفتم که بعد ببینم چی میشه. دوستان این 7-8 نفر عقب افتاده و 30-40 نفر فالووری که فکر کردن همه ایران دنبالشونن و اینا باعث شدن زنا برگردن به خونه هاشون، ببینید مثلا یکیش این خانم نرگس جمالی نوشته این اکانت را ساختم تا بگویم پس از نشر بیانیه اسماعیلیون من از کاندیداتوری کنگره ایرانیان کانادا استعفا میدم. حالا چه کنگره‌ای چه کاندیداتوری بوده؟ اصلا این خانمه کیه؟ این میگه من یک اکانت رو ساختم، یعنی تا امروز اکانت نداشته، اینقدر عقب افتاده است از توییتر و لینکدین اینا. لطفا نام من را از توییتر از توییت خود و همچنین وبسایت کنگره حذف کنید به امید روزی که کنگره نه نماینده جمهوری اسلامی و نه نماینده سپاه پاسداران بلکه نماینده ایرانیان کانادا باشه. این همش هم فکر کنه دنیا کاناداست و هم یکی نوشته بود من میرم این خانم رو سو میکنم که به این کنگره گفته اینا اسلامیان. گفتم آقا تو رو خدا رضایت بده، کجا میری سو میکنی؟ بشین بابا خندمون ننداز. بله اینم اون چیزی بود که اول برنامه گفتم، تلویزیون من و تو استراتژی جدید قیام را اعلام کرد برای سرنگون کردن رژیم، آقایون کراوات بزنن. نخند برو کراوات بخند. خب اینم عکس بهتون نشون دادم، این احمقای به اصطلاح جنرالای کره شمالی که مردم از گشنگی دارن میمیرن و اینها هم از سنگینی این مدال ها. و اما مبارک بعد از رئیس جمهور، بعد از صدر اعظم شدن یک هندی مسلمون، اونم تو لندن نه، حالا نگاه کنید دوستان اسکاتلند، رهبر جدید اسکاتلند نخستین روز کارش را در اقامتگاه وزیر اول با نماز جماعت شروع کرد. مبارک. و همونجور که بهتون گفتم در ایام ماه رمضان هم یکی از خیابونای لندن رو چراغونی کردن. یه دوستی برای من نوشته بود که چراغونی درسته، نه چراغبانی نه چراغانی،
درصد ممنون و متشکرم. این عکس‌ها رو نشون دادم، فقط اجازه بدین من حالا بیام یه پوشه لایو هم دارم، یه چند تا دیگه بخونیم حالا که امروز هستیم و هستید. گفت پس تا هستم و هست چی بود شعر ایرج میرزا؟ ایرج میرزا شعرهای به این قشنگی داره، ولی ما فکر کنیم همش فوش داده. فوشاش هم قشنگه، برید اون شعر چادرش رو بخونید که میگه اون چادرش رو سفت گرفته بود، منم سفت کرده بودم بهش گیر داده بودم. خب گوگل وایس ببینیم این کیه پیام داده. This is calling from academy. I was calling to see if you were still interested in applying with us to be اوکی. باهاشون تماس میگیرم. خب و اما unknown caller hello yesterday okay. اینم از همونجاست ولی بدون شماره زده و الی آخر، ولی من بیام توی پرونده های توی پوشه لر. پاکستانی کنیایی است یوسف حمزه، ولی مسلمونه دیگه، سنیه، داره نماز میخونه. رژیم اقلیت جهل و جنایت شیعه، فقط سید علی گدا و علم الهدا و آفت الله فلان. آقای مجید افراخته گل، آقا اون عکسی که با موی بلند و اینا داشتی خیلی زشت بود، خدا وکیلی شما که قشنگ میتونی ریشتو بزنی، موتو کوتاه کنی، مرتب باشی بهتره، کسی که هنرمند است. یه پیشنهادی هم به شما میکنم چون دوستت دارم، بیام آلمان به شما سر میزنم. ببین شما لطف کن وقتی یه برنامه یه نفر نشسته، در رابطه با اون برنامه و حرفی که اون زده یه چیزی بنویس. من دیدم شما چیزهای خوب مینویسی، ولی اینی که کاپی پیست کنیم دو سه جا بذاریم، یه کمی توهین میشه با اون کسی که نشسته اینجا دو ساعت. حالا ما الحمدلله نور و چراغ و اینا هم نداریم، این نور انقدر امروز خوبه که احتیاج نداریم. در صورت ممنون و متشکرم دوستان عزیز. آقای مجید افراخته هم توی فیسبوک خیلی فعال هستن، حتما ببینید. و اما کدوم یک سالها پیش چند تا جوون یه وبسایت درست کردن به نام کدوم.com. آقا به همم تماس میگرفتن میگفتن، حالا من نمیخوام مثال خودم بزنم، مثلا چرا آگهی میدی با فلان تلویزیون با فلان، ما برات مجانی میذاریم. همه رو بیچاره کردن، خودشون هم در بدن. بعدن انتظارات مردم از اینا برای مجانی گذاشتن و اینها اینا دیگه نمیتونن. حالا من یه تبلیغ مجانی هم برای اینا بکنم. آدمای خوبی بودن، جوانای فعالی بودن، ولی چی میگن، هم به خودشون بد کردن هم به دیگر بیزینس ها. ولی توی آمریکا یادتون باشه دوستان، همه آزادن که هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. بله مذهبش پاناسونیست، پاناسونیست نه توشیبا، توشیبا شیعه است، پاناسونی بله این پاناسونیک و اینها، خود کلمه پاناسونیک میدونی یعنی چی؟ خب یه اپلیکیشنی به نام بازارچه، بزرگترین اپ نیازمندی های فارسی زبانان، هر چی بخوای پیداش میکنی. بعد اینجا سیزه به در تبلیغ، این احتمالا مال نیویورک، نه شاید هم مال همینجا باشه، نگاه میکنیم. ولی خیلی جالب بود، یه خانمی رفت توی وایت هاوس تار زد. حالا بعدش دیدم هر جا عکسشو میذاره مینویسن کوین آف تار، این خانم شد ملکه تار. بعد آقای شهرام با این سن و سالش گویا گفته دیگه میخوام آخرین کنسرتامو بذارم، اینم یه حربه جدیدی شده برای مردم رو کشیدن به کنسرت ها. آقای ابی تا حالا چند بار آخرینشو گذاشت، بعد گفت خب گفتم آخرین، حالا این آخرینه، حالا این آخرینه، حالا این آخرینه. و شهرام مثل که کنسرت میخواد بذاره. این یکی نیما ناز، نمیدونم اسمی به افغانستانی ها میخوره، حالا دیگه ما میترسیم به دوستان افغانی هم بگیم افغانی، باید بگیم افغانستانی ها. در صورت نوروز کانسرت دنیا لس آنجلس، نمیشناسم این خانم، این آقا رو میشناسم، امیر کی، کارش خیلی قشنگه. این قبلا میومد تو اوپنینگ ماز جبرانی و اینها، ولی الان خودش برنامه داره. Use your power، خون می چکد
از این نوشته آقای دکتر شهرام ایرانبومی حتما نگاه کنید. دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که آتیلا هم اومد قبل از اینکه ما بریم. لابد تا حالا سر کار بوده، حالا اومده. بعدا برگرد آتیلا توی یوتیوب یا فیسبوک برنامه رو نگاه کن، نظرات شما برنامه‌های بعدی من رو بهتر می‌کنه. دوستان، روی این دکتر ایرانبومی اگه کلیک کنیم میبره شما رو به وبسایتش و بله، دکتر شهرام ایرانبومی کامرای دو، بارها در تلویزیون مردم برنامه داشتن، در رادیوهای مختلف و ایشون در آلمان هستن. اگه یه وقت کار دادگاه و قانونی داشتید به ایشون مراجعه کنید. خب اینم از این. ماز جبرانی امشب برنامه داره، روی فیسبوکش، روی وبسایتش، هر جایی که میتونید پیدا کنید. خیلی هم قشنگ به شوخی گفت بیاین نگاه کنید، تعدادتون زیاد باشه الگوریتمای من میره بالا. بعد گفت من نمیدونم الگوریتم چیه، البته میدونه، شوخی میکنه. الگوریتم مثلا همین که آقای ایکس و ایگرگ ویدیوهای منو با دیگران شیر کنه، اونم با اون شیر کنه، بعد فیسبوک یا یوتیوب میگه خب این لابد یه چیزیه که اینا دوست دارن، پس اونای دیگه هم دوست دارن، پس دوستای دوستاشون هم دوست دارن. اینه که شما بغل یوتیوب، بغل فیسبوک میبینی یه چیزایی رو برات میارن، یعنی میشه تبلیغ مجانی برای ما. میگم اگه حمایت نمیکنی، پول نمیدی، کمک نمیکنی، برنامه نمیسازی، آسون ترین و ارزون ترین، اصلا مجانی ترین اینه، اولا لایک بزن، سابسکرایب کن، برای دیگران شیر کن. ممنون، مرسی، دانکه، تانکیو، گراتسیا، whatever. آتیلا یه برنامه خیلی ساده میذاره. اون روز اول فکر کردم که دوربین گرفتی از اینایی که تو سینت میذاری، گوپرو، ولی بعد گفتی حالا باید یه دستی، فهمیدم که این دوربین دست چپته. کاگو جون مواظب باش از این اکویپمنت و اینا، بارون میاد نیفتی. میبینم آدم درستی هستی، دستکش داری، وسیله داری، ولی یه وقت خدای نکرده برای فیلم درست کردن برای یه کسی مثل سوربی که اینجا نشسته، هم خود کار خودت رو به خطر ننداز، هم جون خودت رو. دستن ممنونم. ویدیوها نشون میده که این اکوپمنت اینجوری. اون روز خندم گره، گوه این اکوپمنت هایی که کوچیکه کار کردن روش خیلی مشکله. نگو که میدونم. ما مثلا این کامیونی که بزرگ بود اصلا بغل انجینش میتونستی بری بشینی، میرفتی بالا رو هواکشش مینشستی، ولی اونایی که کوچیکه پدرت در میاد. به همین خاطر کار کردن رو ماشینا این روزا که اصلا نمیشه، کاپوتو میزنی بالا یه تیکه پلاستیکه، البته این پلاستیکا رو بکنید زیرش اون چیزا هست. از زیرم نگاه میکنی یه تیکه سینی گذاشته سر تو سر، سر تا سر، که کسی کار به کارش نداشته باشه. بهترم از کار به کارش نداشته باشید. اگه توانایی دارید دوستان، ماشینای نو رو بخرید، 5 سال 6 سال بدید به یه دید بنده خدای دیگه که اونم ماشین یکم نو داشته باشه، خودتون برید یه ماشین نو دیگه بخرید، اقتصاد بچرخه. اون روز تو برنامه گفتم و یه دوستی هم لطف کرد لینک برنامه جدال آقای علیزاده رو که من باهاش موافق نیستم چون یه جورایی داره حمایت میکنه از آخوندا، گذاشته بود برای اینکه توضیح میداد که اینا اگر درست عمل کنن مردم میتونن حتی برگردن قیمت دلار و اینا رو درست کنن، تعدیل کنن، بازار را بیفته. یکی از مشکلات اروپا و یکی از مشکلات ایران اینه که پول دور نمیزنه. یه جوکی بود میگو یه نفر ببخشید رب با یه زن نمیدونم تن فروشی بخوابه، زن پوله رو گرفت انقدر شد داد به هتل، هتل پوله رو داد به بقاله، بقاله پوله رو داد، پول آخرش برگشت دست خود اون، ولی این کارش کرده بود، اون بدهیش رو داده بود، این نه اینا و الی آخر. سعی کنید پولتون بچرخه، پول در بیاری ببری بذاری تو بانک، 2%، 3%، 8% بهت بدن، بانک ها هم یه دفعه بلی اپ میشن. ولی اگه پولتو ببری بذاری توی سازندگی، اون وقتا آمریکا اینجوری بود، پولتو میرفتی میدادی سهام یه شرکتی رو میخریدی، و اینجوری نبود یه شبه یه دفعه میلیارد دلار یکی برای اصلا میگه چی آقا این شرکت چیه، توییتر 400 میلیارد بود، چقدر مردی که خریده الان باید بیاد 8 دلار جمع کنه. آخه این چه سازندگی بود؟ ولی اینا پول مفت دارن. این ایلان ماسک پول مفت داره برده، پول باد آوردن هم به اصطلاح باد میبره. و اما نوشته دیگه که دارم همین خانمه که نوشته کوین آف تار. این اصلا بی احترامی به دیگرانه، توهین به دیگرانه. کوین آف تار
کینگ آف پاپ، نمیدونم نمیدونم والا دیگه. الان ما ملتی هستیم که خوشمون میاد از این تعریف های علکی، اینا هم میندازن بهمون تا اونجایی که میتونن. و اما دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت صدور حکم در مورد دارایی های مسدود شده بانک مرکزی ایران را ندارد، گفتم براتون. بعد میاد آینده روابط چین و اتحادیه اروپا به رویکرد پکن در قبال جنگ روسیه در اوکراین گره خورده، تحولات ایران جهان، نرخ دلار آمریکا به بالاترین سطح در یک ماه گذشته رسید. گفتیم اینا حالا تعطیل میشن میرن دنبال کار کاسبیشون، دنبال تعطیلاتشون، ولی نه. چارلز سوم در پارلمان آلمان حمله روسیه به اوکراین امنیت اروپا را تهدید میکند. و اما مخترع تلفن همراه عکسش اینه، بذار بهتون نشون بدم. این سلکت ایریا، من یادم این تلفن رو ما اون وقتا خریدیم تو کیف دستیمون، هم کیف سامسونت میذاشتیم، چقدر سنگین بود، شب هم که میبردیم باید یه سیم میزنیم بهش. البته این تازه خوب بود، قبل از این که من نداشتم اون موقع تلفن، دوستانی داشتن تو ماشیناشون، یه چیزی مثل کیف دستی بود و باتری هم نداشت، فقط باید میزدی به برق ماشین تا کار کنه، یعنی باتری که چارج کنه نه. 800 دلار بود. مخترع تلفن همراه گفت حتما باید چند نفر زیر ماشین بروند تا این همه به گوشی های موبایلتون زل نزنید. سرکوب پیش دستانه معترضان، چگونه روسیه با دوربین های خیابان و مترو مخالفان پوتین را شناسایی میکنند. در همین رابطه یه چی بهتون بگم، ایران قرار شده از وسایل تکنیکی چین بیشتر استفاده کنه. یادتونه گفتم طرف بزرگترین کاری که میکنه به این جنبشی ها میگه کلا بذارید سرتون، ماسک بزنید شناخته نشن. همون موقع آخوند و ماموراش با درون، شما وقتی جدا میشدی اینا دنبال تو کوچه ها میمدن، اون بالا صدا و شلوغ اینا، صدا وروری نمیفهمی، قشنگ تو خونت عکس تو فیلمت هم بوده، بعد یه ساعت بعد میمدن دستگیرت میکردن. شما از خودت پرسی ای بابا من که صورتم پوشوندم، اینا از کجا فهمیدن؟ اینا ماجراش این بوده. حالا چین میدونید که سالها تو دوربین تشخیص فیس، تشخیص صورت رو داره و اینا رو داره میده به ایران. مواظب باشید دوستان، تا رهبر پیدا نکنید، تا برنامه نداشته باشه، تا پول نداشته باشه، تا نفرات نداشته باشه، ول معطلید، بی خود دارید وقت خودتون طرف میکنید. به اینایی که مثل آقای آبدین میگه من نیرو دارم تو ایران گوش نکنید. آقای فولادمند هم میگه ما نیرو داریم تو باغچه، همشون برنوه، M1، آقا قربونت برم، M1 و برنو لازم نداری، یه شیشه خالی توش بنزین صابون بزن با یه پارچه کار میکنه، نفری که اینو ببره نداری. گو آقا همه علما نشستن فهمیدن مشکل این شهر این گربه است که میاد گوشتو میدازه. گفت چی کار کنیم؟ راحت یه زنگوله ببندیم به گردنش که تا میاد ما بفهمیم. همه گفتن عجب پیشنهاد خوبیه. یه نفر گفت آقا یه اشکال داره. گفتن چی؟ گفت این کی میخواد این زنگوله رو ببنده؟ آقای نیساری عزیز، آقای آبتین که هر کی میاد میخواد باید بحث کنه فوشش میدی. شما دروغ نگید به مردم، نگید اینا خوب جز به چیزای مخفیانم نمیتونم بگم. از اون برم دروغ نگید اگه 4 نفر از ایران باهاتون تماس میگیرن که 3 تاش همین مسجدی ها هستن و خود بسیجی ها، نگید ما 40,000 نفر داریم. این رضا پهلوی احمق هی میگه من با تماسایی که با سپاه پاسداران دارم الان یقش گرفتن. آقا پس شما میگی سپاه پاسداران رو باید نگه داریم و سپاه پاسداران تو لیست نذاریم و فلان، برای همینه. میدونید یه چیزی امروز نگید که فردا یقتون رو بگیرن. و کسی اومد یقتون رو گرفت، شما نمیخوام بگم مرد باشید، انسان باشید، شامت داشته باشید، درباره حرف اون فکر کنید، جوابش رو بدید. آقا شما چند بار گفتید اعتصاب 30 روزه، اعتصاب 30 ماهه، اعتصاب فلان، چند بار رفتید دنبال
در نمیدونم سفارت مسکو، در سفارت فلان، مثل اینکه من یه نفر ماشینمو دزدیده باشه به پلیس گفته باشم، پلیس بگی ما بنزه کافی مدرک نداریم نمیتونیم بریم دنبال این، انقدر دزد خوبیه که جوری دزدیده که ما نمیتونیم بگیریمش، و من به شما بگم بیا آقای نامه بنویسیم بریم در خونه این دزد. خب شما من میگین سوربیت کسخله مشنگ شده. آقا این اگه آدم خوبی بود که اصلا دزدی نمیکرد. چه گویم که ناگفتنم بهتر است. و بریم دیگه، ما 20 و چند سال گفتیم به کجا رسیدیم، 2 ساعت و 10 دقیقه است، ماشاءالله یه بپوکی. خب دوستان اگر موضوعی هست که میخواین در موردش صحبت کنید پیام بذارید، ایمیل بزنید، واتساپ، فیسبوک، دیگه چی، تلگرام اینا رو نگاه نمی کنم، برام هم هی میاد آقا ما 2-3 جا هستیم، تو این 2-3 جا ما تماس میگیریم. مرسی. اگه برنامه خوب بود خوشحالم که مورد قبولتون بوده، اگر مورد پسندتون نیست پیشنهاد کنید، ما تلاش میکنیم برنامه مورد پسندتون بشه. خب نشد دیگه نمیشه، گفت اومدیم نشد، بازم فلان چی فلان شد، اون وقت نمیدونم اون شعره یادتونه آقای سلامی میخون یا خب از آقای رضا سلامی هم خبر نداریم، پروفسور باشی تو آمریکا باشی هنوز بگی کره زمین صافه. خب یه روز دست این آقای سلامی رو بگیرم بگم برو هر وقت از اون بر کره زمین افتادی پایین به من زنگ بزن. دوستان عزیز روز روزگار بر شما خوش، به امید فردای بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی.